درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. از همه شما همیهنان عزیز، همه شما میهن پرستان واقعی که نشون دادید قدرت انسجام و بسیج و این قدرت اتحاد خودتون رو که اگر ایرانی بخواهد میتواند، و شما همیهنان عزیز با یک همت بسیار والا لطف محبت کردید و از در اصل شما ایرانیان، شما میهن پرستان از تعطیل شدن سنگر ایران آریایی جلوگیری کردید و من این خبر رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که ما موفق شدیم فعلا برگردیم به سر مرز. نه اینکه وضعمون خوب شده باشه، نه، ما از اون خطر بسیار جدی که خطر سقوط بود، خطر بسته شدن بود، عرض کنم برگشتیم و فعلا میتونیم این برج رو بگذرونیم. اما
از هفته آینده دوشنبه که در خدمتون به امید خدا خواهیم بود، من نمیخوام بگم با این شرط، من کسی نیستم بخوام شرطی قائل بشم، فقط با این پیشنهاد میام خدمتتون که در هر برنامه حداقل یک ایرانی عضو بشه، از یک به بالا، ولی حداقل تو هر برنامه یک ایرانی عضو بشه تا ما بتوانیم به امید خدا تا نوروز باستانی که چیزی نمونده بعد از ایام عید مسیحیان، نوروز باستانی شاید حدود بله دیگه 60 و 70 80 روز دیگه، 30 روز ژانویه، حالا شما بگو 30 روز فوریه، 60 روز، اونم 20 روز، بله 80 روز دیگه، ما خیالمون دیگه راحت باشه و با امید خدا بتوانیم امسال با قدرت به کارمون ادامه بدیم. و من باز هم به شما، از شما سپاسگزارم، خیلی 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 لطف کردید، اما من به کار خودم در رابطه با عضوگیری ادامه میدم و به همه همسنگران خودم پیشنهاد میکنم، اگر دوست داشته باشم، میل خودشون، من تو کار هیچ کدوم از عزیزان فضولی نمی کنم، فقط پیشنهاد میکنم که لطفاً وقتی برنامه‌تون شروع میشه، چون هر کدوم از شما عزیزان بیننده دارید، محاله اینجا کسی بگه آها من بیننده ندارم، شما بیشتری رو دارید، من کمتری، اصلا اینا نیست، همه بیننده دارن و همه مورد علاقه یک بخشی از جامعه هستن. سرکار بانو دکتر مرجانی روحانی، این رو من به ضرس قاطع میگم، میدونم که میگم، یک بخش بزرگی از ایرانیان میهن پرست در داخل امریکا که شاید خیلی هاشون تمایلی به دیدن برنامه من ندارن، ولی ایشون یک بخش بزرگی رو به عنوان ایرانیان داخل امریکا به عنوان بیننده دارن. شاید تعداد بیننده های دکتر بانو، دکتر مرجانی روحانی در اروپا کم باشه، ولی در امریکا به نظر من ایشون بالاترین بیننده رو دارن. و این رو من بازم عرض میکنم، با گفته ها و شنیده ها و تعریف هایی که میشه از ایرانیان عمیانان عزیز ما در امریکا، اینو به قاطعیت میگم، چون مسائلی که ایشون عنوان میکنن بیشتر در رابطه با امریکا و اتفاقاتی در امریکا میفته، مسائل سیاسی، حقوقی، و به این ترتیب ایشون بیننده داره. و سایر همیهنان عزیز، همسنگران عزیز، هر کدومتون بیننده دارید، به این خاطر من ازتون بهتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که پیشنهادم رو قبول کنید که به بینندگان خودتون، به عزیزانی که برنامه های شما رو میبینن، پیشنهاد فقط چیز بدید، عضویت بدید، آقا عضو تیم ملی بشید، اینجا یک اردوی تیم ملیه و بیاید عضو تیم ملی بشید و این افتخار نصیب همه ما بشه که پیراهن تیم ملی ایران آریایی رو به تن اون میکنیم دیگه. چه افتخاری بالاتر از این که شما عضو تیم ملی ایران آریایی بشید، عضو این گروه بزرگ آریانا بشید. بنابراین من از همه شما همیانان ضمن سپاس بسیار بسیار ممنونم از زحمتون، خیلی خیلی لطف کردید، دست گل تک به تکتون در سراسر جهان درد نکنه با این حرکت بزرگی که انجام دادید و نجات دادید خاموش شدن این سنگر رو، که باعث خوشحالی تمام طویله هایی که به خودشون میگن فارسی زبان، باعث خوشحالی اونا میشد بستنش، که الان بعضیشون اصلا میگن که چیز میگن آره نشستن دارن گدایی میکنن که بمونن این سلطنت طلبا. خب این داره میسوزونه دیگه، این درد دیگه از کجا بیه؟ ولی من به همشون یه خبر بدی میدم که تا چشمتون کور بشه ما نخواهیم بست، اینجا میشینیم همتون رو افشا میکنیم. من خیلی خوشحالم از اینکه باعث شدم که همه شماها لو برید، ملت دیگه تره براتون خورد نمیکنه، اگه جرئت دارید بیایید همین کاری که ما کرد، همین کاری که من توی یه هفته کردم از دوشنبه تا امروز، بیایید و ببینم چند تا عضو میگیرید.
ولی مثل ما شرافتمند ببینم چند نفر از ایران برای شما پیام میذارن. شما خانم آقایون شاهدید من تو این سه هفته در هر برنامه حداقل 3 یا 4 تا پیام پخش کردم و امشب هم همینطور، فردا شب هم همینطور. و تازه هم نگفتم بچه‌ها پیام بفرستین، اگر تقاضای پیام بکنم اون موقع دیگه واویلا حسین است دیگه، باید هر شب بیام شبی راحت 5 تا 6 تا پیام تا اطلاع ثانوی پخش کنم و من چیزی هم نگفتم، خودشون پیام دارن میفرستن، هنوزم مونده. حالا شماها جرأت داری آقا این گوی و این میدان، بیاین خودتون رو یه محکی بزنید، ببینید این همه جلو دوربینا اومدید، این همه زر زدید. مثلا حسن بیلی، تو که سابقه خواندن و هنرپیشگی و لاتبازی و بیلبازی و گلنگبازی داری، بیا ببین، بیا خودتون به محک بزن، ببین تو چند ایرانی تو رو دوست داره، با تمام اون بخشی که وزارت اطلاعاتی که پشتتون خوابیده. یا مثلا همین یارو چسبهانیه کیه که تنها کسی که میره پیش این بدبخت، اینجا که چقدر بدبخت اون ایرج سعلهی که فقط میره میچس به این بدبخت و کسی دبلی نمیگیره این آشغالا رو. خب بیاین بشینید و خودتون رو به امتحان بذارید، ببینید چقدر مردم دوستتون داره. بنابراین ضمن سپاس از همه شما خانم آقایون، من کارم رو ادامه میدم و عذرگیری میکنم و به این نیستش که فردا بیم میگم خیلی ممنون تموم شد و خب بعد دوباره طبق معمول بانو مثلا ایکس $10 آقای فلان $20، نه من بیام همینو میگم، عذر بشید و عذر بشید، ما باید به این مشکل پایان بدیم و من میدونم که ما ایرانی ها قادر هستیم که به این مشکل پایان بدیم، من مطمئنم چون دیدم اینا، هممون شاهدیم. و از الان هم ازتون خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید و امشب هم مثل شبهای دیگه زنگ بزنید و عضو بشید، ضمن این که لطف و محبت میکنید، حالا عضویتتون رو بالا میبرید اینا، که من خیلی خوشحال میشم به جای که این عضویت ها بالا بره، رقم ها تعداد اعضایی که عضو میشن بیشتر بشه. این دور از انسانیت هم میهن عزیزی که الان نشستی و داری ایران آریایی رو نگاه میکنی در اروپا در امریکا. خب یه عدتون میشینید همطوری میگیم یه کانال رو عوض کنیم، تلویزیون مثلا من و تو که چیزی نداره، اینتر آشغال که چیزی نداره، بنگاه لجنفری میزن بریم راستی بینیم این ایران آریایی چیه، این کیه، این بلکن بابا چی میگه، این میخواه پول میخوان اینا، بلکن عوضش کن داری میری اون کاسه تخمرم بیار، من با اونا کاری ندارم، این مشتدم های آشغال بی غیرت هم. ولی همیهنی که جزو بینندگان ایران آریایی هستی و فکر میکنی که من این تلویزیون رو با کمال میل نگاه میکنم، خب یه عده هم نگاه میکنن که ببینن امشب من میخوام کیو افشا کنم، امشب میخوام تو دهن کدوم یکی از این بی پدر و مادر رو پهن بکنم، اونا خب فرق میکنن، چون میشینن همشون میشینن و نگاه میکنن چهار ستون بدنشون میلرزه که یا آقا امام زمان امشب میخواد کی رو بکشه رو تشک، چون شما خائنین پخ شدید مثل شپش تو این دنیاهای رسانه‌ای و من هر از چنگای باید بیام گوش یکیتون رو بکشم تا آدم بشین، تا تربیت بشین. شماها چون کتک نخوردید، عادت نکردید به اینکه یکی بیاد بزنه رو دهنتون، مثل خواننده ها هستن، هنرپیشه و خواننده و فوتبالیست، حالا فوتبالیست ها زیاد نه، ورزشکارا زیاد نه، ورزشکارا به هو کردن هم عادت دارن، ولی خواننده ها و هنرپیشه ها هر جا رفتن همه بهشون گل دادن، آقای فلانی، خانم فلانی، آقای فلانی، اینا عادت کردن هر جا میرن فقط تعریف و تمجید بشنون، کسی جرئت نمیکنه با اینا مصاحبه بکنه، ازشون انتقاد بکنه، نه معوز همونجا با لگد میزنه میکروفون و دوربین و که مثلا من نمیدونی با کی داری صحبت میکنی، من همونم که نازنینت بودم، من همونم که آواز میخونم، اصلا تو غلط یا تو داری با من، شماها واسه افتخارتونه با من عکس بگیرین، شما میرین صف میکشین بلیط میخرین به این فیلم منو نگاه کنین، شما میرین صف میکشین به این کنسرت منو نگاه کنین. خب یه مش درب داغونی که از پایین ترین سطح اجتماع جامعه با امکاناتی که شاهنشاه در مملکت درست کرده بود میرسن اون بالا، بعد وقتی رون سن میره وای میسه میگه منی که مثلا توی خونه زندگی میکردم 4 تا 5 تا برادر خواهر بودیم یه دونه لحاف رومون بود، حالا نگاه کنی همه آدم نشسته که مثلا به من گوش کنه بگم مثلا دلم میخواد برگردم برم شاه عبدالعظیم تو نمیری مثلا یه سیخ جگر بخورم مثلا بین نماز ظهر و عصر تسبیح بندازم، خب خیلی دمم گرم دیگه، ببین اینا اومدن من رو نگاه کنم، خب این یاهو برش میداره دیگه.
بعد اینا عادت ندارن ازشون انتقاد کنی. این اپوزیسیون هم همینه، اینا هر جا میرن، امشب گفتگو میکنیم با دبیرکل محترم حزب از سر تا پا دروغوی مسروقه، همونی که داره گفتگو میکنه میدونه این چه الاغ بی سوادیه، اون بی شعوری هم که دعوت شده میدونه این چه احمقیه. مثلا اون یارو تومون قرمزه جاسوسه، اون مثلا میاد به این یارو میگه درود بر شما دبیر کل حزب مسروقه، نظرتون راجبه مثلا چه میدونم هویج چیه، یا مثلا کشک بادمجون چیه، اونا اون چیز نداره بگه. بعد تازه از قبلم سوال و جواب همه تنظیم شده، یعنی این میدونه قرار از اون چی بپرسه، اون میدونه قرار چی جواب بده، یعنی خیال نکنه این یهو آوردنش لایف، نه همه برنامه‌ریزی شده. و خب اینا عادت ندارن، حالا یهو بچهای میان پرست توسط ایران آریایی سطح آگاهیشون بالا رفته، بعد نه که ما میدونستیم بچه ها نمیدن، بچه ها میدونستن و تا صداشون به جایی نمیرسیده، حالا میبینن یکی اومده اینجا نشسته میگه آقا این مزدوره، این خائنه، این فلون فلون شده است، این اینه، این اینه، بچه ها میگه آقا دمت گرم، ای والله باری که آقا برین ایران آریایی، همه این بیپدر و مادرهایی که ما تو دنیای مجازی میریم ازشون کوچکترین انتقادو میکنیم، مثل یارو معلم روستاییه، بچه ها میرن از این معلم روستاییه که میگه من نودم مال یکی از دهاتای کردستانم، نمیگم دقیقا مال کجا، این که میگه من محققم و نمیدونم خونه پرویز ثابتی رفتم و بعد اصلا معلوم نیست این چجوری از ایران اومده بعد رفته خونه پرویز ثابتی، بچه رو مثلا اون رفته میشه امید نادان، هیچی معلوم نیست، بعد میگه من محققم، بعد با میسه بغلاس دبیر کل نامحترم حزب مسروقه، بعد میرم پیش شاهنشاه، بعد میرم پیش شعبانو، بعد هی عکس میگیرم، معلوم نیست چه خرد و الاغیه. به هر حال بچه ها یه انتقاد کوچی میکنن، طلاق بلاک بابا یه چیزی نگفته، بعد وقت داره اصلا سوال میکنه میگه چرا میری پیشینه پیش لگن فروش دوز و تعریف میکنی از داروش ناهمایو، خب یه جواب بهشون بده تو، من نمیگه من محققم و بعد دموکراسی آزادی، شما سلطنت طلبا، شما افراطی ها، شما فناتیکا، خب تو که فناتیک نیستی، سلطنت طلب نیستی، افراطی نیستی، خب جواب بده دیگه، ببین من ناگهان این بوزینم دوزمنم تو دنیای مجازی هستم، تو تلگرام هم هستم. حالا یه استوب بکنیم. آقای مهندس خواهش میکنم قمنامه جناب وطنخواه رو لطف محبت بفرمایید. دستون درد نکن. میهنان گرامی، با قلبی شکسته و غرور آریایی خرد شده، تلویزیون جهانی ایران آریایی در تاریخ 15 دسامبر 2023 به احتمال 99% چراغش خاموش خواهد شد و در 30 دسامبر 2023 100% در صورت ادامه عدم حمایت‌های کافی مالی در ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس برای همیشه خاموش خواهد شد. آریان وطنخواه. از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، فردا شبم با امید خدا برای آخرین بار این قمنامه پخش خواهد شد. بله و خب به هر حال اینا عادت ندارن کمپوزیسیون قلابی فرستاده جمهوری اشغالگر اسلامی به خارج فرشگرد و نمیدونم چی چی گرد و اینا، فرستادگان سعید حجاریان و به عنوان نویسنده و محقق و خواننده و راننده و فلان، اینا توقع ندارن که بیای مثلا ایرج سعلهی توقع نداره بزن تو دهنشی میگه من مجاهد بودم، حالا که مثلا دروغکی، چون من به اینا هیچ باوری ندارم، از مجاهدی مثلا بریدم الان تو سلطنت طلبا باید باعث افتخارشون باشه که من اومدم به طرفشون، اونها که اون شاهزاده از من داره تعریف میکنه، اینا انتقاد ندارم بزنی تو دک و پوزشون بری پرونده‌هاشون از زیر خاک بکشی، بچه 13 ساله رو بردن تو سعله، به این خاطر شروع میکنن یه به جفتک انداختن، فحاشی کردن، تهمت زدن، فوش به تلویزیون دادن، صداهاشو دارم و علکی نمیگم به شما، دیدید که آوردم براتون پخش کردم، یکیشون یارو فتح الله
تریاکیه و فتولو شیرهی و حسن بیلی و همین یارو سعید گاومیش معروف به چسبهانی، همون که تومونشو کشید پایین. بعد اینا انقدر بیشورا میگن بابا ما مشروطه خواها اومدیم که شما دیگه تومونتون انقدر پایین نکشین، شما تومونتون یا تو سفارت انگلیس کشیدین پایین یا تو سفارت روسیه و یا واسه حزب دموکرات امریکا. شما اون ننه مریمتون که تومونشو کشید پایین واسه عربستان سعودی، این ایرج سالهیتون که 13 سالگی تومونشو کشیدن پایین، این خودت که وسط خیابونای استوکن تومون، شما همش دارید میکشین پایین. بابا ما سرطنت طلبه اومدیم که یه کاری کنیم تومونتون رو بکشیم بالا، بس دیگه انقدر بی آبرو. ما به فکر آبروی شما بی آبروهایی. در حال اینا توقع ندارن، اما اصلا مهم نیست، چون چه توقع داشته باشین چه نداشته باشین آش کش خالتونه، همتون رو لو میدم تو دک و پوز همتون میزنم، هیچ غلطی هم نمیتونید بکنید. طلاک پاک است، چه منتش به خاک است. برید ببینید تو دنیای مجازی چه پذیرایی در ازتون میکنن. جرأت دارید اون سر این ماوس رو برگردون تو دنیای مجازی، نشین توی اتاق واس خود چرت و پرت بگو مردشو قیافاتون رو ببرن. یادتون میاد چه عرعری میکردی تو کلاب هاوس و این ور اون ور و تلفونا رو با میذاشتید؟ الو تعداد زیاده، زیاد صحبت نکن. چرا با نمیکنید دیگه؟ چی شده؟ کجایی؟ لگم کنی شده؟ لایف میذاشتی، لب میدادی، لبی میگرفتی، کجایی؟ خوشمزه بود. تازه 6 سال طول کشید که ملت منو بشناسه، حالا شناختن، تازه موتورم روشن شده، پروازم رو چیز بود، فرانکفورت مونیخ، مونیخ هامبورگ، هامبورگ برلین، حالا پرواز شده فرانکفورت واشنگتن، حالا تازه پروازم بلند شده. یک پدری ازتون در بیارم که جرئت نکنید پاتون از تو خونه هاتون بیرون بزنید. بینا موسا خیال کرد ما ولتون میکنیم، جوونیمونو گرفتید، خانوادهمونو گرفتید، مملکتمونو گرفتید، نابودمون کردید، هم خودمون رو نابود کردید هم مملکتمون رو. بعد اومدید فوش خار و مادر به ما میدید، سلطنت طلبها، چاقوکشا، فحاشا، مگه نمیگفتید به بچه‌ها؟ لاتها، شعبان بیمخا، کودتای ننگین، 28 مرداد، شاه خائن، رضا پهلوی وابسته، فرح دیبای سیده، مگه نمیگفتم؟ مگه جملاتتون نیست؟ آها، حالا اومدیم فوشایی که خوردیم داریم جوابتون رو میدیم. چرا ناراحتی؟ چرا؟ چتونه؟ چرا ناراحتی؟ چیزی که عوض داره گله نداره. یا تو میاد چقدر بهمون فحاشی کردین؟ حالا به خاطر همینه که اگه شده باشه 24 ساعت، اینو دروغ نمیگم ها، خیال نکن جوگیر شدم، نه، من همین الان برنامه اجرا کنم دو ساعت، برم یه استراحت بکنم نیم ساعت، سه رو یه ساعت حد اکثر، دوباره به شرف هم دو ساعت دیگه میشینم. آقای سیاوش به من گارانتی بدن که خسته نمیشن، من به شرفم محال خسته بشم، راحت 8 ساعت اینجا در فاصله 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت میام میشینم، انگار که سر کارم 8 ساعت باید کار کنم، یا اینجا نشستم، تازه اونجا باید بودو همینجا نشستم، هر 2 ساعتی میرم یه استراحتی بکنم، یه رای برم یه ذره، دو مرتبه میام بشینم. ما نمیذاریم اینجا بسته بشه، مطمئن باشید که نمیذاریم بسته بشه، مطمئن باشید. مون تا این بار که جناب وطن خواه دیگه رسید به انده. بعد وقتی ایشون میان این چیزا رو میگن، مثلا میگن که خب دیگه آقای وطنخواه تا حالا اینجوری گفتن، خب آره گفتن، ولی خب بعد رد شده رفته، رک بوده رد شده رفته. این دفعه من به ایشون عرض کردم، گفتم جناب وطنخواه ببندید، بذارید ملت بدونن که شما هر دفعه اومدید گفتید یه کمکایی شده، شما دیدید خب فعلا مثلا یه چند هزار دلار رسیده، دوباره رفتین تو کارتتون قرض کردین گوشین رو یه چند هزار دلار، یه دو ماهی سه ماهی کشیدید، بعد دو سه ماه دوباره آش بوده همون کاسه، دوباره تو شما همین اومدین گفتی، باز دوباره یه 5 6 هزار دلار 7 هزار دلار این اومده اون اومده، لطف کردن کمک کردن، شما دو مرتبه رفتین اون پولایی که گرفتین گوشین رو اون قرضا دوباره درست شده، دو مرتبه برشن قرض کردین، هی از این جیب در آوردین گوشین تو اون جیب، از این کارت در آوردین گوشین تو اون کارت، این فایده نداره، باید عذرگیری بشه، این موضوع رو ما باید جراحیش بکنیم، در غیر این صورت جناب وطن خواه ببندید، تموم شد، ببندید. آقا وقتی حمایت نمیشه یعنی چی؟ یعنی ما رو نمیخوام، دوستمون ندارم. آقا خواننده ای رو که مردم حمایت نکنن، پس اون بالا داره عرعر میکنه، خواننده باید بفهمید آقا تو کنسرت دیگه فروش نداره، وقتی کنسرت فروش داره اونم میره شعر نو میگیره، اونم میره ترانه. آقا پس ما برای شما ملت ارزشی نداریم، پس اینجا نسیم داریم لب دهن خودمون خسته میکنیم، پس این آقای سیاوش من آزار داره، مگه همه چند ده صد کیلومتر بره بیاد؟ خب این هزینه است دیگه، این
خب میره پیش کار دیگه پیدا میکنه گمتی خونش. مگه چی؟ آقا بی سواده؟ مگه چشه میتونه بره آقا یه ماه دو ماه سه ماه شش ماه بیکار میشه، بعد شش ماه کار پیدا میکنه دیگه. بعد خودش مثلا کننده است، یه آدم فنیه. آقای وطن خواه چی میشه؟ گرسنگی میمیره، مگه اینجا داره حقوق میگیره؟ بقیه میاد دنبال کار زندگیشون. مگه من قبل از اینکه بیام ایران آریایی چی کار میکردم؟ هم کار میکنم دیگه. اوجش میرم میشینم توی دو مرتبه برمیگردم تو پلتاک، با بچه‌ها اینور اونور دو سه هزار دلار جور میکنم، میرم یه رادیو میزنیم اگه بخوایم عشق این کارو داشته باشیم. ولی شما ملت وقتی حمایت نکنه خود تموم شد دیگه. هر کدوم از ما میریم دنبال کار زندگیمون، هیچ کس هم عشق این دوربینه و میکروفون رو نداره. اما حالا که یه همچین تیمی درست شده، یه خونه به این قشنگی به این تمیزی درست شده، نه اینجا کسی با کسی حسادت میکنه، نه کسی با کسی میزنه، چون تو طویله ها اینطوریه. این خیال نکنه اونا اونجا میشینه مثلا میگه سیمین جون شهرام، ما اینجا همه با هم میگیم بانو جناب، با ادب و احترام با هم صحبت میکنیم. من هیچ وقت به خودم این اجازه رو نمیدم به سرکار بانو دکتر مرجانی روحانی بگم اسم کوچیکشون رو بگم، نمیگم. من هیچ وقت به جناب وطن خواه اسم کوچیکشون نمیگم. برای چی باید این کار بکنم؟ کی اومدم چی فرهنگی رو ما یاد داده؟ این فرهنگ بی تربیتی امریکایی ها. فرهاد الان گزارشت بده. آره سیمین الان اینجا بیروت هستم، بدجوری داره موشک بالا میاد، امکان داره کیش ما فرو بره. پس برو اون سنگر اون بغل که بشه چیزی فرو نره. اینجا در ادبیات یا ناخه ما این کار نمی کنیم. من نمیخوام آمریکایی بشم، آمریکایی باید ایرانی بشه. چرا من آمریکایی بشم؟ من نمیخوام اروپایی بشم، اروپایی باید ایرانی بشه. من اروپایی مثل چه پخی هست که من بخوام برم ادای اونو در بیارم؟ اینا موقعی که پا برهنه بودن و کرم درخت میخوردن، من کفش و کلا تو مملکتم به تنم بود. خب یه آدم عقده‌ای نمیفهمی، خب نفهم، خب نفهم از دنیا بدیم و آدم عقده‌ای چلو تازگی یاد گرفتن میشینم اینا من گوی به زخن ما به من در اون گواله رو با ما حرف زدن مردشون رو قیافه خرس گاف میشده ببرن. یه ذره کمتر بخور داری میتره که فلون فلون شده گوشخار کثیف، عین دایناسور افتاده به گوشت مفت داره میخوره، همش تو فروشگاه رو نمیدارن گوشت چربی میخورن، با داری میتره که فشار خون گرفتی. بعد این لب و لوچه شو مثل اولاق من برد 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 زهر مار ادا اصول اینا رو در میرد مثل چیز. به هر حال زنگ بزنید بچه اوز بشین کارمون رو شروع کنیم. امشب هم برنامه همرز و عزیز و دوست عزیز خودم جناب آقای سام فیروزی عزیز، جوان نازنین، خیلی ازت سپاسگزارم سام عزیز که وقت برنامه خوب تو به من دادی، ممنونتم، لطف کردی که ایشون هم خودشون روز شنبه عرض کنم جناب وطنخواه جناب سیاوش عزیز لطف کردن یه جایی رو پیدا کردن روز شنبه عرض کنم یعنی فردا نه پس فردا، سام عزیز ساعت 9 شب به وقت اروپا به وقت آلمان میشه 11:30 شب ایران، برابر است با 12 ظهر لس آنجلس. روز شنبه برنامه داره که از شما همیانان عزیزم دعوت میکنم مثل همیشه پای برنامهش بشینین که خود منم پای برنامهش هم، و بازم ازش ممنونم که لطف و محبت کرد و همچنین جناب سیاوش که یه هفته مثل همیشه زحمت ما رو کشیدن. آی سیاوش بریم یک اولین پیام بچه ها رو گوش کنیم، شما رو یک دستتون درد نکنه، بچه ها شروع کنید عضو بشین. دمتون گرم. درود بر جنرال احمدی بزرگ، سعیدم سرباز میهن. یه جمله رو میخواستم بگم خیلی کوتاه، وقت همه رو نمیگیرم. ایرانیای آریایی، میهن پرستای واقعی، به این فکر کنیم که شبکه ایران آریایی نباشه. به این جمله من خوب فکر کنین، واقعا فکر کنین ها، فرض کنین ایران آریایی نباشه، کدوم شبکه رو میخواییم ببینین؟ کدوم برنامه رو میخواییم ببینین؟ دیگه واقعیت ها رو چطوری میتونیم تشخیص بدیم از دروغایی که میگن؟ واقعا به این جمله من فکر کنین، اگه ایران آریایی نباشه کدوم شبکه رو میخواییم ببینیم؟ یه چالش واسه خودمون، کدوم برنامه رو میخواییم ببینیم؟ زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. با درود بر سرباز مام میهن جناب احمدی و با درود بر میهن پرستان ایران در پهن‌دشت جیتی، خواست ما میهن پرستان در ایران اشغال شده این است که
با همراهی شما میهن پرستان خارج از ایران عزیزمان به سنجر ایران آریایی کمک کنید. به امید روز آزادی میهنمان ایران بزرگ، به پادشاهی اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، تا ابد جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه. مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد. با درود به تمام میهن پرستان واقعی، مخصوصا سنگر ایران آریایی و مجموعه سربازاش و مدیریت تلویزیون و سرباز میهن جناب آقای رضا احمدی، عزیزانی که در خارج از کشور هستین، تا اونجایی که میتونین به این تلویزیون به این سنگر کمک بکنین که در فردا روز آزادی ایران از همه شما تشکر و واقعا دست شما را میبوسیم. و مردم هیچ تلویزیونی و هیچ رسانه‌ای قبول ندارن به جز تلویزیون ایران آریایی که اونم ما میدونیم راستگوه و برای ایران و آزادی مردم ایران داره تلاش میکنه. امیرم از کرمانشاه ممنون تمام وطن پرستا هستیم. سپاس از شما جناب مهندسی هاش گرامی و ممنون از همه عزیزانی که از ایران پیام میفرستین. چند تا پیام دیگه، یکی دو تا سه تا سه چهار تا پیام دیگه هم هست، اونام همینطوری در طول برنامه پخش میکنیم. اما اولا خیلی ممنونم از لطف و محبتتون راجع به برنامه دیروز سر جریان روشنفکری و فلان اینا، خیلی پیامم اومد اینا، خیلی خوشحالم، ممنونم از اینکه مورد استقبالتون قرار گرفته. اما از روزی که این فتنه رو ارتجاع سرخ و سیاه متحد شدن با هم بر علیه کشور ما، این مصیبت رو به بار آوردن، دعوای همگی اینها ما مشروطه‌خواه رو از این دایره بکشید بیرون. دعوای سازمان تروریستی مجاهدین یعنی بازوی مسلح مصدقی های ایران بر باده، و دعوای سازمان چریک های فدایی خلق روسیه یعنی بازوی مسلح تودهی های همیشه خائن، دعواشون با جمهوری اشغالگر اسلامی بر سر چه بود؟ بر سر این بود که آقا من کمونیست، من مجاهد تروریست، من مصدقی بی‌ناموس بی پدر و مادر، من تودهی نوکرزاده کاسلیس کرملین، ما اومدیم پشت سر پدر طالقانی کمونیست نماز خوندیم. راست میگه، من دیدم تو دانشگاه تهران اینا میرفتن پشت طالقانی نماز میخوندن. من بچه اون محلم، بچه اون منطقم دیدم، دروغم بهتون نمیگم، صفش هم زیاد بود، چمن دانشگاه و اطراف دانشگاه هم پر میشد، تو خیابون شاهرضا هم بودن، تو بغلای خیابون شاهرضا هم بودن، پر میشد، واقعا جمعیت زیادی میومد. این مردی که یه تنلش هم اونجا وای میساد میگفت الله اکبر، این مرکه طالقانیه که قنبل میکرد، کمونیستی که به شرف هم سوگند، یکی بود به نام بهنام مهران، همچین چیزی تو محل ما بود، ما میدونستیم این کمونیسته، بدجوری هم کمونیست، سنش هم بالا بود، مثلا اون موقع 27-28 سال، 30 سال، شاید نه شاید هم بیشتر، 33-34 سالش بود، یک سیبیلای خرکی هم داشت و یه سری رفیق هم داشت، همش با هم میلولیدن مثل کر، با هیچ کس هم تو محل کاری نداشت، رد میشد اینا. خب ما هم بچه بودیم، اینا مثلا بزرگ بودن دیگه، ما هم طبق آدم یه سلام میکردیم، یه هم چیزی میکرده میرفت، الکلی مثل خرم، این دور از جون الاغ ببرم چقدر این خرم بدبخت. جناب آقای خرم، من معذرت میخوام، این عادت بد ما ایرونی، عذر میخوام ازت، این مثل نمیدونم چی خواستم بگم، یابو دیدم گناه داره بیچاره یابو، این ودکا کوف میکرد اصلا بدجوری، از اون الکلی های تیر. واسه خاطر همینه من چهره های الکلی مثل لگم فروش دوز، این چهره های الکلی رو من میشناسم، مثل یارو هستش به خودش میگه دکتر جواد، هم اسم ما شدید و یارو اسم ما شد دوزید، من که یه سی دیگه میدوزیدی.
میگه با اسم یه اسمی داره شبیه ما تو امریکا داره تجارت میکنه، بعد با این یکی اسم میاد زیارت میکنه پته سوخته. چه فرقتایی هستی شما. برحال این تا خرخره میخورد مثل فلون فلون شدم کالباس، کالباس چربی مارتادلا تو این یارو نونستان دویجا میذاشت با گوجه و خیار، بد طور میخورد همیشه لپش اینجوری بود مثل گاف دور از جون گاف. اینا 4-5 نفر بودن همه چپی توده ای، معلوم نبود چه بی پدر و مادره بودن. بعد بذار داستانشو بگم چه بلایی سرشون اومد. هر روز جمعه اینا از محل ما را می افتادن مباحث سیاسی، منم یه چیزی حدود یه 7-8 متری ولی از تو خیابون، نه پشت سرشون تو پیاده رو. از اون وقت اونا توجه ما نمی کردن، یعنی بچه از این من گوش می کردم چیزی هم نمی فهمیدم، فقط حس می کردم اینا مثلا میگن کمونیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم، منم فضول بودم اینا رو بشنوم که بعد منم برم کتاب بخونم، منم بتونم مثل اینا حرف بزنم، منم بگم کمونیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، کاسلیسم. علاقه لغتی داشتم ولی بیشتر علاقه هم تو توپ بود. به هر حال خدا رو شکر منحرف نشدیم، این توپ خیلی منو نجات داد. درود به شرف هرچی توپه. به حال این میرفت به سمت چیز دانشگاه تهران، وای میساد پشت سر همین طالقان، حالا نه که اصلا پشت سرش ها، منظور که میرفت تو اون طویله نماز جمعه، آقا عرق خورده بود تا خرخره وای میساد اونجا، اونا قنبل میکردن اینا قنبل میکرد، اونا راست میشدن این راست میشد، اونا سجود میکردن این سجود میشد. آره شما بگو من اینا کجا دیدم؟ دیدم توی خیابون شاهرضا، من این صحنه رو به چشم دیدم. کی بهم گفت؟ رفیقم، یکی از دوستانم، بچه‌ها هم محلمون، زد به من گفت رضا رضا، گفتم چیه؟ گفت نگاه کن خدای بهنام، بهنام، مهران، مهران، یه همچین چیزی. گفتم کو؟ ای مردی که وسط خیابون تسبیحم گرفته بود دستش، وسط خیابون شاهرضا داشت نماز میخوند. ما هم بچه سال دیگه نوجوان بودیم. گفتم این که عرق خوره، عرق میخوره. گفت بیبریم. اومدیم بگذاریم. یه همچین کسانی متحد شدن. حالا مثلا آخر قابط اینو بهتون بگم، یه روز جمعه بود، هوام ابری بود، اگه خاطرم باشه هوام ابری بود، برای یه روز جمعه بود، ما با بچه ها قرار بود نمیدونم بریم آریامهر، بریم امجدیه، بریم فوتبال نگاه کنیم، فوتبال باز باییم یادم نیست، قرار بود یه جایی بریم. آقا یک مرتبه از بالای محل و پایین محل این ماشین های چیز بود، چهار ولگرد فلان، قدیمی ها میدونم منظور من فلان چیه، چهار ولگرد ده، یعنی ده یه وافسین ریختن، بد جوری ریختن و ما موندیم، اصلا جای فرارم نداشتیم، اصلا کجا فرار کنیم. ریختن از این کوچه بغلی اومدن کوچه فر بالا و پایین ریختن و گلگه در آپارتمان رو وا کردن و اینو با یه دونه عرقگیر، هیچ وقت یادم نمیره، با یه دونه پیرن رکابی عرقگیر و با زیر شلواری، بعد زده بودنش دک و پودش هم دهنش هم پر خون بود. ما هم تو واسه نگاه میکردیم، کردنش تو ماشین و بردنش که با امید خدا و حق پنجتن و آل عبا مثل که همتون که عمودی بردنش افقی شد. بعد اصلا نفهمیدیم خونه چی شد، اسباباشو بردن آوردن، بعد یه عده اومدن اونجا زندگی کردن. یارو یه زنه بود با یه مرده بود، بعد از اون سه تا زنه بود با دو تا مرده بود، بعد یه شش تا مرد بود با یه زن بود، همشون هم خودشون رو پیچیده بودن توی گونی، بعد بوگن میدادن، مثلا مرمشون خونه تیمی شده بود، کمیته شده بود، بساط ما هم به هم زدن، میپدر و مادر دیگه جرأت نمی‌کردن اونجا فوتبال بازی کنه. در حال اینم آخر قابط اون، این اراذل اوباش با هم یکی شدن، یعنی کمونیست دو آتشه که اصلا منکر خدا و دین و پیغمبر و چیز میشد، با توده ای ها در کنار مصدقی های ایران بر باده و تروریست های مجاهد که اینا به قول خودشون در زمان شاه، در سیاه چال های شاه، سیاه چال شاه چی بوده؟ زندان، زندان چیز، هتل اوین، کتابخونه داشتن، آخر هفته ها پنجشنبه و جمعه همسرانشون می اومد اونجا که آقایون اونجا چیز نباشن، بی فیض نباشن، هر نوع خورد و خوراکی که دوست داشتن از بیرون براشون می اومده، هیچ کنترلی نبوده، خودشون اقرار کردن، من نمیگم، داریوش فروهر، چماغکش مصدقی، رئیس همین بشیر بشکه، این بشیر بشکه شاگرد پادای اونه، ببین این دیگه چه پخیه، ببین این دیگه کیه، بشیر بشکه تو بروکسه میگه زنم تو پارلمانه، همه این رو من میشناسم. بعد عاشق مهدی بازرگان، سنجابی، نه چی، صحابی،
هر دوتاشون پدر و پسر یدالله و اسدالله بود، یدالله بود اون یکی عزتالله بود چی بود دالله بودن دیگه، برحال اینا همیشه عادت دارن دالله بشن. اینا خودشون اقرار کردن که آقا اصلا ما نماز میخوندیم، هر کتابی دوست داشتیم، از کتاب خونه داشتن، نماز خونه داشتیم، هتل بود، ما از تو خونه مثلا ساواک میامده با یه جیپ، با یه پیکان، با یه دونم بنز، خیلی میبخشید، خیلی عذر میخوام مزاحمتون شدم، اگر امکان داره برحال گفتن شما بازداشتی، اونم چند تا فوش هم میداده و کت و شلوار و کراوات و هتکلون و یه چمدون، چمدون زنش براش چمدون میبسته، همون یارو پروانه اسکندری، زن یارو چماخشه، یارو چماخش چمدونشو میبسته و قشنگ اوتو شده و تر تمیز، بعد میدونسته این مثلا هفته دیگه برمیگره. بعد اینو مینوشتن، 9 بار من در زندان سواک بودم، 1 6 ماه، 1 2 سال، 1 3 سال. دروغ میگه، نه که 3 سال رفته تو زندان، اسم من این بوده که این از تاریخ فلان تا فلان 3 سال زندان بوده، این 3 سالش تو خونه بوده مردی که من مرگ، اگه 2-3 سال زندان بودی بچه اینقدر چاق میشدی، بچه اینقدر ورم میکردی، حال میکردن، عشق میکردن. اینا میرفتن یه کاری میکردن، مخصوصا هوشنگ توزی، شاهد زنده شهره آقداشلو، که شوهر شهره آقداشلو خودش گفته، صداش هم هست، که آقا ما مخصوصا یه کاری میکردیم که ساواک ما رو بگیره، ما پیش بقیه چوسی بیاییم بگیم ما زندانی سیاسی هستیم. این جمله‌شو تو یوتیوب برید پیدا کنید، واقعا هم درست میگه. اینا یه کاری میکردن، دانشجو مخصوصا در دانشگاه وای میسادن 5 تا 6 تا الکی پچ 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 کردن، یه کاری میکردن که اینا به اصطلاح تابلو بشن، بگن اینا سیاسی هن، که مثلا فرض بفهمید مسئولین دانشگاه اینا رو ببرن یه گفتگو با اینا تو دفتر بکنن، بیان بگن بازداشت شدیم، گرفتن فرهاد و فری و اسی و مسی و حسی و مسی رو گرفتن، بدجوری کردن، ملتم شکم سیر، چون بحث دیگه ای نبوده تو جامعه، مثلا نه بحث گوشت بوده، نه بحث مرغ بوده، نه بحثی نبوده تو جامعه، دلار 6 تومن 8000 نوسان داشته تا 6 تومن 9000 7 تومن این دلارمون، مسافرت خارجی هم که به جا بوده آقا، هواپیمایی هم انواع اقسام تو خیابون ویلا که پر بوده آقا، با چه هواپیمایی دوست داشتید مسافرت کنید؟ پاسپورت معتبرم که داشتی، حقوق هم که داشتی، دیپلم هم میگرفتی بلافاصله، سربازی بلافاصله سر کار، همه چی سر جاش بوده، یعنی میرفتی خونه مادرت نمیگفته تخمق نداریم، سبزی نداریم، نون نداریم، گوشت نداریم، نخود نداریم، لوبیا نداریم، حبوبات نداریم، همه چی هم بوده، تو زیرزمین بوده، تو یخچال بوده، هر کی به اندازه خودش میخورد. هیچ ایرانی در زمان شاهنشاه آریامهر، اگر یک ایرانی در بین همه شما که در دوران آریامهر زندگی کرده، اگر اومد در حضور من گفت من تو عمرم کباب نخوردم، 40 کباب نخوردم، من تو عمرم بیرون نرفتم غذا بخورم، به شرافت بشری سوگند، من از همون لحظه جمهوری طلب میشم، به ناموس هم اگه دروغ بگم. حالا گوش کنی، بعد همه چی سر جاش بوده، بعد اینا هم گفتن گرفتن، مهران و پهران و شهرام و مهرام و فریبا و گرفتن، شهینم گرفتن، مهینم دارن میگیرن، الان دارن دنبال چیزم میگردن، دنبال ژاله‌ام میگردن، مژگانم رفته الان بدجوری قایم شده، حالا مثلا ژاله چیز داشته، مثلا زرماقورد خونه قابیده بوده. اینها متحد شدن که ارتجا رو بیارن ایران، که ارتجا وقتی به قدرت رسی، چون خمینی اون بیمار روانی میدونست دیگه، برنامه‌ای که شاه ریخته، کشوری که شاه ساخته، این نمیتونه یه شبه بیاد ایرانو برگردونه به دوران قاجار، که این برنامه ریزی میخواست. من ندیدی گوگو حجاب اجباری نیست؟ کی گفته حجاب اجباریه؟ کی گفته نمیدونم؟ این جمله خود همون بیمار روانی لواتکا گفت، میگن که روحانیت این آخوندها همه مرتجع هستن، اسلام مرتجع هست، ما مرتجع نیستیم، ما فقط میگیم که باید این مملکت قوانین اسلامی داشته باشه. میگفت این احمقا نمیفهمیده، خب بیشعور، این داره خودش میگه، میگه مملکت باید قوانین اسلامی باشه، خب احمق، قانون اسلام چیه؟ قانون اسلام اینه که هرچه اون نماینده خدا در روی زمین بگه، هرچه علم الهدا بگه، هرچه خمینی بگه، هرچه خامنه ای بین آموز بگه، هرچه این بی پدر و مادر و بزرگ امامه داران، بزرگ لجن داران، لبادکاران بگن، همونو باید پیاده کنید. بابا داری میگه قانون اسلام، مثل هیتلر تو نبرد من تو زندان همه رو توضیح داد، قشنگ نوشته بود آقا من از جنس یهودی بدم میاد،
من معتقدم نژاد جرمن باید اینطوری بشه، اینطور همه رو نوشته بود، همه هم خوندن، کتابش هم کلی فروش کرد، نزدیک 2-3 میلیون مارک پول براش در آورد که با همون پول شد صدر اعظم آلمان. بعد هر کی میخونه به 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 عجب مرد دموکراتی، مرد احمق بی شعور، این نوشته ای اگه به قدرت برسه قرار دنیا رو با آتش بکشه تو نبرد من ماین کامف. خب بعد این مرد هم نوشته بود تو رسالهش خمینی که با بچه 7 ساله باید چی کار کرد، نمیدونم با زندگیات فرخزاد توضیح نمیده، برو رو شطور میخ ببر، دویله ببر، سیخ ببر، آمه آزاد داری، یا مثلا اگه زیر درخت سیب باشه، زیر مهتاب باشه، فلان باشه. خب این بلکه درز فکرشو گفته بود. بعد آشیخ مهدی بازرگان خونده بود، کریم سنجابی خونده بود، طالاقانی خونده بود، اصلا طالاقانی جنس همین بیناموس بود، همه اینا میدونستن این چه کثافتیه، باش متحد شدن دین. چرا؟ چون قرار بر این بود که زیر پای مشروطیت رو خالی کنن، روندی که شاهنشاه یا مهران انداخته بود که ایران رو به سمت تمدن بزرگ ببره. مقصود شاعر از تمدن بزرگ یعنی چی؟ آها، اینا تمدن بزرگ رو فقط اینطوری خلاصه نکنی که همه لخت و پتی بشن تو خیابونا، نه نه نه، تمدن بزرگ یعنی این که اون جهالت، اون تعصب، اون قیصربازی رو ازتون بگیرن که وقت که دیگه قیصر جایی تو ایران نداشته باشه، اون سناریوی قیصر تو ایران جایی نداشته باشه، کلا مخملی دیگه جایی تو ایران نداشته باشه. یعنی خیلی راحت وقتی وارد خونه میشی میبینی که خواهر دوست پسرش آورده خونه، حتما نباید اعلام بشود که این قراره با این ازدواج کنه، بابا با هم دوستن و چشمت عادت کنه به این. این بنا، این یعنی نه بی غیرتی، این نه کثافت کاری غرب، منم خودم مخالفم، این یعنی این که خواهر تو حق دارد خودش برود شوهر آیندهش را انتخاب کنن. از این آقایی که رفته انتخاب کرده، یعنی بنده الان رفتم با دختر خانومی آشنا شدم، دختر خانوم دست منو گرفته برده تو خونه‌اش که پدر مادرش منو ببینن. من با این دختر خانوم 1 سال رفتم سینما، رفتم دیسکو، رفتم این و بستنی خوردیم، نهار خوردیم، شام خوردیم، حرفمون شده، قهر کردیم، آشتی کردیم، اخلاق هم دیگه اومد دست. نه اینکه من تا من با یکی دوست میشم رین تن تن بپریم بریم تو پل سان فرانسیسکو، نه، اون پل سان فرانسیسکو جزء ماجرا هست، اون میاد. خب من با یه دختر دوست میشم و قرار نیست که برم باهاش بشینم بستنی بخورم، که اون جزء این پکیج هست، ولی اول این آشنایی مهمه. اسلام حالا اومده جلوی اینو گرفته، میگه نه، مرد از هر که خوشش اومد یه نظرم حلاله، مثل که کف دست ببینی صورتم یه نظر حلاله. فیلمشو پرویز صیاد بازی کرد دیگه، خواستگار، بعد حالا دم از دموکراسی میزنه. بازدری خوشخواب بود، کی بود؟ خیلی خوب میخوابید بیچاره، من به خدا مریض بودم چش بود، مال علی حاتمی بود. بنابراین بعد وقتی که من با یه دختر خانمی میرم بیرون میام، بعد از یه سال دختر میبینه نه، من رد کار اون نیستم، این اون آدمی نیسته که من یه سال پیش باهاش آشنا شدم، اگه چیزی من بدش میاد، یا برعکس من میبینم نه، این اون دختر نیسته که من بتونم یک عمر، بابا من یه عمر میخوام با این دختر زندگی کنم، نمیشه. خیلی محترمانه از هم جدا میشیم، من عروسی بکنم حتی دخترم دعوت کنم با پدر مادرش بیان عروسی من، اونا عروسی کنم، من یه سبد گل بگیرم ببرم بگم این دوست دختر سابق من بوده، یه سبد گل هم براش آرزو موفقیت بکنم. نه، من باید قمه بکشم، با من منو قبول همه کنی عروسی تو به هم بزنم، نه نه. خب این فرهنگو میخواستن از ما بگیرن، خمینی اومد اون فرهنگ ننه رو آورد تو مملکت. کی پشتیبانی میکنه؟ آشیخ مهدی بازرگان. چه کار است؟ با پول رضا شاه میره، حالا نه رضا شاه جیبش داده، اصلا مال ملت، با پول ملت، اصلا رضا شاه بزنین کنار، پا میشه میره سوربن پاریس دانشگاه، پا میشه میره اونجا تحصیل میکنه، میشه مهندس برق، میاد ایران 1332 میره آفتابی مصدق رو میگیره دستش، میبینه آفتابی مصدق همچین قابل تیغ تراش نبود، ملت قابوندنش، 41 میره مهندس پشت خمینی. بعد از توش چی میاد بیرون؟ نهضت آزادی. نهضت چی نه منه دل؟ نهضت آزادی. ما اسیریم، بله ما اسیر شاهیم. شاه مگه ما رو چیکار کرده؟ هر روز داره میزنه جوونا رو صبح تا شب میکشن تو اوین. کی؟ تو که خودت رفتی تو اون زندان. زندان نبوده، هتل بوده. حالا این مجموعه رو که براتون گفتم، حواستون به من از یا رفتین تو زری خوشخواب. حالا بیم تا بگیم از دلش کی میاد بیرون؟ ایرج صالحی. آقای مهندس پیام بعدی بچه ها رو لطف کنه، شماره 2 رو خیلی قرد و قرد است.
درود به جناب احمدی گرامی و جناب آریان وطنخواه، هموطنان عزیز خارج از کشور. تمنا دارم به این سنگر میهن پرستان کمک کنید، چون ما هیچ جای غیر از این سنگر برای براندازی نداریم. تا ابد جاوید شاه، جاوید شاه. مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. سپاس از شما جناب مهندس یاشه گرامی. به قول جناب مهندس حرف قشنگی زدن. آقا توی طویله ها نشستن، بعد به هم میگن که سیما گزارش تو بده. بله مثلا جال جان الان من اینجا هستم، عده‌ای از ایرانیان اینجا، یه جوری میگه عده‌ای از ایرانیان اینجا الان در واشنگتن یا مثلا در اینجا لس آنجلس در فدرال بیلدینگ جمع شدن و شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی میدن. میشه اونجا ببینید راجب چی شعار میدن؟ مثلا سیما جان، آره اینجا دارن میگن که زن زندگی آزادی، جیان پیکان، نمیدونم ولوو BMW. خب با کی صحبت کن؟ دقیقا همه چیز شده، حساب کتاب شده. آره بچه های میان برستم تیز میرم پشت این یارو عکس جانشان نشون میدن، بچم شیر خورشید نشون میدن، کلافشون کردن، دمتون گرم. بعد این میره با کی صحبت میکنه؟ یه زنه بود ولگرده، هی میومد خودشو مطرح میکرد، بخشش کردیم اینجا. با اون صحبت میکرد، میگفت بله اینجا تجمع هستن از خلق کردستان هست، خلق عرب هست، خلق مغ زیاد داریم اینا و تمام خلقها دور هم جمع شدیم و همه میگیم که یک پارچگی ایران زیر نظر دموکراسی فدرالیست که برنگردیم به دوران پیش از انقلاب دیکتاتوری، دیکتاتور زن زندگی آزادی جیان. مرسی سیما جان، قربونت برم جاله جان. خب این فرهنگیه که تو میخوای اینو بیاری تو جامعه تزریق کنی، ولی من میگم جناب مهندس سیاوش گرامی، جناب وطنخواه، حالا ببین جامعه کدوم رو پذیرا میشه؟ جامعه ایرانی کدوم پذیرا میشه این فرهنگو؟ چرا؟ چون ایرانی ها ملت با فرهنگی هستن. بعد همون بی پدر مادری که به این میگه سیما، اون به این میگه ژاله، این به این میگه نمیدونم فرهاد، اون به اون میگه نمیدونم بهرام، همینا وقتی که نشستن دارن گزارش میخونن میگن آقای خامنه ای دیشب فرمودن این بلاغا در مراسم خانم فاحشه، این زنی که اینقدر گفتیم چون اسمی رو یادم رفته، فائزه بود که بود، فائزه رفسنجانی دیشب در جلسه فرمودن من رفتم به باقی ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی ندیدم کلاغی، کلاغا رو بردن. و این بسیار جمله‌ایه که الان هشتگ و تشتگ و مشتگ و سشتگ زدن پخش شده تو جهان. خب حالا اینو داری میشنوی این اخبارو، آقای خامنه ای، آقای خمینی، خانم رفسنجانی، خانم فلانی، خانم نرگس توپل، خانم بی توپل، خانم با توپل، اینا داری. حالا میرسه به گزارش راجع به شاه مملکت. رضا پهلوی آخرین ولایت ایران، اصلا لهجه جواز میشه بی پدر و مادر، آخرین ولایت ایران، فرزند آخرین شاه ایران که مامانش هم آخرین ملکه ایران بوده، دیروز رفته بوده یه جایی، اونجا بهش گفته بودن که شما چرا اومدی این جایی، تو چرا اینجوری شدی؟ تو چرا اینجوری شدی؟ بعد این داره کجا پخش میشه؟ تو 400 تا آنتن کجا داره میره؟ تو توی پشت مثلا اونور علی گودرز و ممسنی و کرج و قزوین و ورامین و همه نشستن میگن پس دیشب رضا پهلوی اینور اونور بوده. بابا اعلی حضرت چی شد؟ شاه چی شد؟ چرا دندان چه بیشون اینطوری صحبت کنید؟ چی به شما اجازه میده راجب پادشاه مملکت صحبت کنید؟ بابا برگردیم به 44 سال پیش، یه جوون اینو بگید خب ندیده زمان شاهنشاه رو. منی که دوران شاهنشاه رو دیدم، من باید زبان منو با قیچی ببرید که من بگم اسم ایشونو اینجوری بیارم، اعلی حضرت. بابا مثل که نمیفهمید ایشون شاهه. اعلی حضرت فرمودن، اعلی حضرت تشریف فرما شدن، اعلی حضرت گفتگو کردن، اعلی حضرت مصاحبه کردن. هنوز به گفته جناب سیاوش گرامی و واقعیت، هنوز که هنوز اولیاء شعبانو فرهاد پهلوی راجب اعلیحضرت خدایگان که صحبت کنن یا راجب اعظم اعلیحضرت رضا شاه بزرگ فرمایشاتشون، اولیاءت مدام میفرمایند مثلا با اعلیحضرت اونجا بودیم، با یا اعلیحضرت اینطوری فرمودن، اعلیحضرت رضا شاه بزرگ اینه، با اینکه همسرشونه، خود ایشون ملکه مملکت بودن، هنوز راجب فرزند خودشون میگن رضا شاه دوم. خیلی دیگه ایشون میخوان خودمونی صحبت بکنن،
یا میفرماین شاه فقید یا میفرماین شاهزاده، همسر پادشاه، مادر پادشاه. بعد من شهرمند برگردم به شاه مملکتم همینطوری هرچه همینطوری بگم؟ بعد نوبت خامنه ای میشه بگم آقای خامنه ای فرمودن، بعد بیام بشینم جلو دوربین تلویزیون بگم آقای خامنه ای فرمودن مثل لگن فروش دوست؟ بعد نوبت پادشاهی که میشه بگم که آقا خود رضا پهلوی به داره به درم طرف بده، مردی که یه نفهمه بی شعور بی پدر و مادر آشغال تن لش، مردی که شالاتان کلاش دوزاری کی جلوشون باید وایسه؟ میان پرستان. میان پرستان کجا پخشن تو دنیای مجازی؟ تنها جایی که وایسه جلوش کجا؟ سنگر ایران آریایی. سنگر ایران آریایی به کی وابسته است؟ به ملت ایران. ملت ایران کجا؟ میان پرستان کجا؟ همینجوری که دارید میبینید $10 و $50 و $20 با چک و لگد داریم نگارش میدنیم. صفحه سیاد بشه کی خوشحال میشه؟ همین بیناموسا. حالا صبر کن تا ببینیم همینطوری دونه دونه با هم بریم جلو. آقای مهندس پیام بعدی رو لطف موقت بفرمایید. بچه چرت نزنید ها، عذر بشین زنگ بزنید. آقای مهندس شماره 3 رو لطف کنید. دستون درد نکنه. با درود به روان پاک دو ابرمرد بزرگ تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرتین جاوید رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ، و درود آریایی خدمت پادشاه قانونی کشور اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم، و درود خدمت استاد رضا احمدی. جناب استاد رضا احمدی عزیز، من یه جوان ایرانی ام، صبح تا شب کار میکنم، هشتم گران و همه. نمیخوام بحث طولانی بشه، فقط از مردم خارج از کشور خواهش میکنم در حد توانشون شبکه ایران آریایی رو حمایت بکنن، نذارن این شبکه بسته بشه. من خودم سالهاست درگیر مسائل داخلی و خارجی هم، اما به ایران قسم از زمانی که با شما، شبکه شما، کانال شما آشنا شدم، دیگه گوش به صحبت هیچ کس نمیدم. هیچ کس، چه مشروطه خواه، چه مشروطه چی، چه ملا، چپی، مجاهد، که مرگ بر هر ستاشون. جناب استاد رضا احمدی، تمام ایران همونطور که خودتونم بارها اشاره کردین تو صحبتاتون، هیچ کدوم از این درب و داغونا رو نمیشناسن، هیچ کدوم از مسیح و حامد و صدق خور و لگن فروش و منقلی و همون اصطلاحاتی که شما به کار میبری بهترینه. مردم فقط منتظرن خاندان ایرانساز پهلوی برگرده، چشمشون رو زیر پای قدوم اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم بذارن، اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی قدم مبارکشون رو بذارن دوباره داخل خاک ایران، و ایران بشه اون ایرانی که باید باشه، اون ایرانی که بود. مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. درود به شرف این جوان. ای والله خیلی عشق میکنم میبینم. به خودم اینا رو نمیشناسم، اما خودشون میفرستن. آ بچه همش تو رو جون مهندس شما رو میشناسم. من به شما گفتم بیاین بشین تو ماشین اینا رو بگین. عشق کردم. دمت گرم. تمام القابو داره میگه. ای والله دمت گرم. چی این درب داغونا رو میشناسه؟ من این درب داغونا رو دارم واسه ایرانیان خارج از کشور میگم که میرن میشینن پای منبر این آشغالا، و اینا آخه ایرش سله دوزاری مردشون رو قیافته ببرن. بچه مجاهد آشخا، تو مثلا همین الان پاتو بزن تو تهران، من و تو با هم بشیم تو هواپیما جفتون بریم تو فرودگاه مهرآباد، من میخوام ببینم کی پهن بارتو میکنه، گوزاله‌زاده یا یارو سعید گاومیش، که یارو چسبهانی که همیشه تومونش ماینه احمق. ما میخوام انقلابی در ایران راه بندازیم که تومون رو بکشیم بالا، تو چرا همش میخوای بکشی پایین؟ بعد خب به دست سوخته با سنت کثافت آشخا، تن لک فلون فلون شده. به قول آقای سیاوش عزیز خیلی دمت گرم. آقای سیاوش ای والله، مهندس سیاوش عزیز، آقا مگه ما نمیخوایم برگردیم به دوران شاهنشاه؟ چرا؟ مگه ما نمیگیم چه طلایی رو از دست دادیم؟ چرا؟ مگه ما نمیگیم چه عصر طلایی بوده؟ چرا؟ خب آقا اولین کاری که ما باید بکنیم، القابی که، لقبی که از پادشاه گرفته شده توسط چپ جهان، این لقب رو ما ملت دوباره باید بگیم آقا بدیم یا نباید بدیم؟ چرا؟ خب پس بگین اعلی حضرت دیگه، تموم شد. تموم شد.
من خواهان بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به ایران هستم. خب کیه نماینده این جریان؟ اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم تموم شده. خب من به جز این باید ایشونو چجوری خطاب بکنم؟ آقا یکی بیاد به من بگه اسم آقای سیاوش سیاوشه، من باید به ایشون چی بگم؟ بگم حسن آقا؟ آقا اسم ایشون آقای سیاوش هست یا نه؟ آقا من به سیاوش باید بگم چی؟ بگم محمد آقا، حسن آقا، حسین آقا؟ آقا اسم ایشونه. من باید به پادشاه مملکت چی بگم؟ من باید به شهبانوی مملکت چی بگم؟ من به همسر پادشاه باید چی بگم؟ والا حضرت یاسمین پهلوی تشریف ببریم ایران، مجلس شورای ملی لقب ایشون رو تصفیه بکنه، تموم شد دیگه، ایشون والا حضرت نیستن. لقبی که مجلس به ایشون دادن شهبانو، ملکه است، نمیدونم چه لقبی میخوام بده، ولی ایشون باید داره یک لقبی باشه تو ایران، همسر پادشاه. به فرزندان ایشون باید لقب داده بشه. ما فعلا میگیم والا حضرت شاهدخت نور پهلوی، شاهدخت ایمان پهلوی، شاهدخت فرح پهلوی. و این چیزی که دیگه همه باید بدونیم، میدونیم شاه دخت دیگه، بس چی باید بگیم؟ دختران شاه میشن شاه دخت. و آخه دیگه بابا اینه من به شاهنشاه آریامر چی باید بگم؟ شاه گفت زهر ما رو، شاه گفت ببند دهنه تو، علازه فرمودن درست در قید حیات نیستن. یعنی چه خود نیستن؟ یه موقعی هست شدم تون تون حرف زنه میگم مثلا زمان شاه، شاه گفت رفت. ولی داریم جدی یه جایی نشستیم رسمی داریم صحبت میکنیم، اعلیحضرت فرمودن، اعلیحضرت تشریف فرما شدن، اعلیحضرت در سطح کرج رو افتتاح کردن، اعلیحضرت مسافرت تشریف بردن، اعلیحضرت این ما به جز این چیز دیگه نباید بگیم. مگه نمیبینی آخوند داره بهت میگه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت محمد ابن عبدالله لب دست کلا تیرقی زیر ماشین، وبا، یرقان، زب نبود، کرونا. واسه یه راهزن بیابانگرد بچه باز چرا گلو داری پاره میکنی؟ پایین بارا تو چرا داری جره باجر میکنی؟ برای شاه مملکتی که تراخوم ازت برده، بدبختی و بیچارگی تو بر بیابون بودی، لخت بودی، کلچه و کرو تنتون کرده، آدمتون کرده، چلو کباب، ظرف گذاشتی کوف بکنی، ماهی بخور، میوه بخور، سبزیجات بخور، تغذیه رایگان بخور. و شاه گفت دست کلنگ و شاه گفت فلون فلون شده آشغالوف. ما اول باید خودمون، من اگر احترام خونه خودمو نگر ندارم، بعد من توقع دارم کی بیاد احترام خونه من نگر داره؟ من خودمونی. من اگه احترام همسرمو نگیرم پیش در همسایه، احترام پدر و مادرمو نگیرم، کی باید احترام پدر مادر منو بگیره؟ وقتی من تو خیابون بابامو میبینم تو میگم حسن نهار آذره. حسن کیه؟ حسن دیگه، مگه بابات نیست؟ چرا من بابا بهش میگم حسن؟ خب بعد من توقع دارم رفیق من مثلا بیاد پدر من بگه صبح شما بخیر آقای احمدی؟ نه خودمون میگه دو تا چهار تا. پس ما این که ادعا میکنیم طرفدار این جریان هستیم، ما اول باید احترام بذاریم به نماد این جریان. ما باید بگیم والا حضرت یاسمین پهلوی، ما باید بگیم اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی، ما باید بگیم اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم سیروس شاهنشاه ایران. جز این چیز دیگه نباید بگیم، اصلا چیز دیگه قرار نیست که بگیم. اما اون بی پدر و مادرایی که رفتن پشت سر طالقانی واسطن نماز خوندن، اونایی که اومدن تو خیابون گفتن به ملت یاد دادن بگو تا شاه کفن نشود این بدن نشود، به اون خدا بیامرز هی میگفتن بگو مرگ فلان، اون لاستیکره بنداز رو گردن اون مجسمه رو بکش پایین، اینا از نظر روحی و روانی باعث میشه که حرمت ها شکسته بشه. و یعنی شما خواهی میگوستن آقای سیاوش چیز منتظری که من بهش بگم جناب مهندس سیاوش؟ نه من بهشون میگم سیاوش، من بهشون میگم آقای سیاوش، من جناب سیاوش، من هر چی میگم ایشون داره کارشو میکنه. این منم که باید ادب خودمو به خرج بدم، این منم که باید به ایشون احترام بذارم. اصلا ما با هم رفیق جونجونی هستیم، ولی توی جمع من باید احترامشو بگیرم. اگه من احترام ایشون نگیرم، شما نمیاد اینجوری پیام بذارید جناب سیاوش عزیز، جناب وطنخواه عزیز، تو اینقدر برای من پیام بذارید، هر چی می‌نویسید اسم آقای سیاوش هست، اسم آقای وطنخواه هم هست. چرا هست؟ خب شما دارید آقا من دارم احترام میذارم دیگه، مدام دارم اسم این دو بزرگوار میارم که بایدم بیارم، ما دارم باشون کار میکنم، همکاری داریم میکنیم، زحمت دارم میکشن. مگه چی؟ مگه آقای وطنخواه مثلا وظیفه داشته به دنیا بیاد یه تلویزیون بزنه من بیام اینجا بشم هر چیز هم میخواد بگم؟ ایشون هم وظیفه داره، من هر دفعه بیام اینجا بشینم شیشو بخش کن
شماره 4 بخش کن. مگه لبکاری فلون شده؟ میدون چی به شما میگم؟ این یه مثال کوچیک راجع به یه تلویزیون، اینو حالا بیا ابعادشو بزرگتر کن، بیا برو تو یه جامعه. بنابراین آفرین به همه شما بچه‌ها که حالا من دارم میبینم، باریکلا باریکلا خستگی من در میاد، خیلی خستگیم در اومد، دمتون گرم. بله اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی پیام میذارید همینه، باریکلا به این بچه‌ها، آفرین. همش می نویسن اعلی حضرت رضا شاه دوم، مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد، شهبانوی عزیز، شهبانوی گرامی، مادر میهن. دیدین بچه ها یاد گرفتن، همه جوان ها دارن یاد می گیرن. شما همین آدم هایی بودین که تا 6 سال پیش این القاب رو نمی گفتین. در بهترین حالتش بودین شاهزاده. شاهزاده چیه؟ من از شاهزاده قرازه ما زیاد داریم توی چیز، توی این یارو پاریس، اون یارو شانزلیزه لیز لیزه شاهزاده. آره من برم پیش دکتر مثلا با آقای دودو چی برم؟ یا آقای مهندس خود دکتر دکتره دیگه. دکتر خوبی؟ دکتر خوبی و زهر ما؟ جناب آقای دکتر؟ تموم شد. ایشون شاهزاده است، آقای شاهزاده است، تموم شد. ولی ایشون چه شاهزادیه؟ با شاه مملکته. بابا ایشون سوگند یاد کرده به پادشاهی. ایشون بزرگواران حالا میان میگن من آقا من کی تا حالا گفتم به من بگین علازه؟ من کی گفتم منو با القاب صدا کنی؟ من امضاهام چی بوده؟ رضا پهلوی. خب ایشون بزرگواران. در دیزی باز آقای گربه کجاست؟ ایشون بزرگوارم به ما میگن که آقا به من نه، من نه، من کجا گفتم؟ من باید شعور داشته باشم، من باید بفهمم اینا از کجا برمیخیزه. از اونی که آفتابه گرفت دستش رفت پشت خمینی بی‌ناموس نماز خوند، اون بود که اومد تو خیابون. عامه مردم مقصر نیستن، رهبران احزاب و گروه ها مقصرن. من چرا یقه یه گریبان این کمپوزیسیون قلابی دوزاری بی تربیت بی کلاس کنلش رو گرفتم؟ همه شون بدون استثناء. چرا؟ قسمت چیزشو میگم، ما اینا که خودشون دارن ما وصف میکنن، کمونیست و مجاهد و اینا رو من از ایرش سعلهی طبقه ندارم. یورو مرکی خودش داره میگه میگه من مجاهد بودم الان نیستم. اصلا تو باور کن که نیست. داره میگه آقا من جزء سلطنت اینا نیستم، من جمهوری طلبم. خب دارم خودش داره میگه بابا با دمش گرم که داره میگه. یا آقا مثلا من هم خون شما نیستم. فعلا ما داریم میبینیم که هیچ کسی رو ما نداریم رو صحنه، چون اینا واردن دیگه، اینا مار خوردن افی شدن فون شده ها. الان ما بتونیم وارث تاج و تخت و دستش رو از دست میهن پرستان افراطی به ماها میگن، از این سلطنت طلبای ببونیم که میان فرض سلطنت طلبای افراطی، از اینا دستشون جدا کنیم، ما اینو بکنیم یه پلی ازش عبور کنیم بریم ایران. وقتی رفتیم ایران انگشت وسطمون رو به میان پرستان نشون میدیم، دیگه نمیدونن که ما خودمون در نشان دادن انگشت وسط اصلا ید طولایی داریم. در 2500 سال انگشت وسطمون هنوز وسط تخت جمشید مونده. از سران روم بپرسی، از یونانیا بپرسی، ولی بپرسید از اعراب بپرسی که هنوز اونجا رو ما نگردشتیم. وقتی از اون پله‌هاش میرید بالا، چهار ستون بدن تو میلرزه. این از تو خیاب توی تلویزیون نگاه نکن، برو اونجا عظمت رو اون تو ببین. آه ما 40 ست مثل شما رو میخوامونیم سهله ای و حسن بیلی و فتولا شیره ای و بخی هر روز لو باشتنید که آقای مهندس پیام چهار رو من رود کن دست گل درد نکنه. اه ببخشید آقای مهندس اسامی رو یادم رفت. ما هم عباس بردی گرفتیم. آقای محسن گل از انگلیس 40 دلار. سپاس از شما آقا محسن عزیز. امیر یورچی عضو تیم ملی شد 20 دلار ماهیانه. دست گل درد نکنه امیر یورچی عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم. به نام شهبانو علی عزا شهبانو فرح پهلوی عضو تیم ملی شدن 50 دلار ماهیانه. دست گل درد نکنه با انتخاب این اسم، خیلی ازت ممنونم. ناهید کیومرس عزیز ما، هنرمند و نقاش عزیز ما هم از آلمان که عضو تیم ملی هست، 53 دلار هم اضافه رود کرد. دست درد نکنه ناهید کیومرس عزیز. آقا مسعود گل ما هم از مونترال لود کرد از کانادا 50 دلار. دست گل آقا مسعود هم درد نکنه. کمه بچه ها زنگ بزنی، بچه ها حمله کنی، دمتون گرم، حال بدید. آقای مهندس بریم تو شماره 4. درود بر شما جناب احمدی عزیز، خسته نباشید، میهن پرست باقی. جناب احمدی میخواستم خدمت عرض کنم که با جناب وطنخواه صحبت کنید، یه صرافی مطمئن در شهر خودشون برای ما بنویسند و معرفی بکنند. ما از طریق مجازی و از طریق صرافی مجازی و مثل کیف پول میتونیم از ایران بدون اینکه شناخته بشیم و پیگیری بشیم کمک کنیم. ما میخواییم کمک کنیم تا این سنگر خاموش نشه، تا
پیروزی نهایی و برگشتن پهلوی است به ایران. پاینده ایران جاوید شاه. درود میفرستم خدمت تمامی زحمتکشان تلویزیون ایران آریایی. من از ایران هستم و از تمام هموطنان خارج خواهش میکنم که نگذارند چراغ این خانه خاموش شود تا نابودی این رژیم ستمکار و آدمکش. خواهش میکنم به این سنگر کمک کنید و نگذارید چراغش خاموش شود. جاوید شاه، پاینده ایران. درود میفرستم بر تمام میهن پرستان وطن. سپاس از شما جناب مهندسی هاش گرامی و خیلی خیلی هم سپاسگزار از همه شما عزیزان میهن پرستان واقعی دلسوز از ایران، تو ماشین، تو خونه، تو خیابون، تو بیابون. دمتون گرم. پیاماتون پخش میشه، هم میهنان عزیزم دارن میشنون و کمک میکنن و خونه رو نگر میدارن. شما دل نگران نباشین، ولی ممنونم از اینکه احساس مسئولیت میکنین. این خیلی مهمه، اینقدر انسان شرف داشته باشه احساس مسئولیت بکنه. از ما احساس مسئولیت گرفتن. ببینید، وقتی میخواید یه جامعه رو نابود بکنید، یه خانه رو میخواید نابود بکنید، احساس مسئولیت رو از پدر اون خانواده بگیرید که پدر نسبت به اعضای خانواده بی‌حس و حال بشه. زنم که به من گوش نمیکنه، بچه هم که اصلا به من گوش نمیکنه، اینا که بزرگ شدن رفتن. پدر احساس پوچی بکنه، وقتی پدر احساس پوچی میکنه خونه اصلا میباشه. میدونی اون وقتی به پدر اون عظمت رو بدید، اون مقامی که مهم نیست پدر تو 90 سالشه، پدر تو 80 سالشه، تو اینو یادت نره. این پدری که امروز 80 سالشه 90 سالشه دیگه خسته شده در سن بازنشستگی هست، چون بد آدم که سن پیری، این هم لغت مزخرفی است، در سن بازنشستگی شده، اون قوه بنیه جوانی رو نداره، میگه بابا که نمیشنوه، بابا که نمیبینه. نه، اون میشنوه، اون میبینه. قوه بنیه 40 سال پیشو نداره. همیشه بذارید تو اون جایگاه خودش بمونه تا این خونه اصلا پاشیده نشه. چرا ما ایرونی ها میگیم وقتی که، حالا امیدوارم همیشه سلامت باشید، وقتی پدر خونه، بزرگ خونه، مادر، به هر حال بزرگ خانواده بعد از 120 سال سرزمین میگذاره، یه مدتی چراغ اون خونه رو بذارین روشن باشه. سری چراغ رو خاموش نکنین، لافتوشک رو پرت کنین بر اون ور، نذارین چراغ خونه خاموش بشه. مقصود اینه که همیشه اون عظمت، اون قانون بمونه که بعد از پدر نوبت مادره، مادر این جمع و کنترل کنه، بعد نوبت خواهر بزرگه، آبجی بزرگه، نوبت داداش بزرگه، که هیچ وقت چراغ این خانواده خاموش نشه. اوکی؟ بنابراین این وظیفه‌ای که ما داریم نسبت، حالا به هر چی، این پیام‌هایی که شما دارید میدید، این نشان دهنده اینه که انسان‌های با وجدانی هستید، انسان‌هایی هستید که مسئولیت دارید. وگرنه خب خیلی هم پیام نفرستادن، از نظر ما اونا آدم بی مسئولیتی هستن، وجدان ندارن، بلد نیستن، نمیفهمن. خمینی، رژیم کثافت اسلامی اومد از ما وجدان رو گرفت، حس مسئولیت گرفت. چرا تو خیابونا الان دیگه عادی شده؟ ما در زمان من، تا همین دوران، همین فرقه طبقان تا سال 1965، بر من عادی نبود تو خیابونا. من ندیده بودم تو خیابونا کسی بود صد و آشغال، اصلا همچی چیزی نبود، اصلا تو مخ ما نمیرفت، اصلا این حرفا نبود. فقیری رد میشد، خب متاسفانه مناطقی که جنگ زده شده بودن، ریخته بودن تو تهران، اونم با غرور، نه اینکه مثلا گدایی بخوام کنن، تکدی بخوام بکنن، با غرور. ما میفهمیدیم و طوری باش، حالا هر کاری داشت، گرسنش بود، جایی میخواست بره، کمک میکردیم، ولی نه یه کمکی که اون کوچیک بشه یا مثلا ما بخوایم بزرگ بشیم. هیچ کس نمیفهمید داره چه اتفاقی میفته. مثلا یه رفیق ملازمون چی میگم، خب چرا حکومت میاد و این کارو، ما امجدیگی میرفتیم میشستیم میدونم بغل دست اون، حس میکردیم، بچه اون شهر بودیم، بچه اون منده، میدونستیم دیگه، میشناختیم جامعه. مثلا نشستن گرسنشه، به جای که 5 تا ساندویچ سوار شدیم 10 تا سوار شدیم، آقا بفرما همینطور میدادیم میرفت، چایی و 20 تا چای سفارش میدادیم. میدونی این حس مسئولیته، آدم باید احساس مسئولیت بکنه، آدم باید بفهمه بابا ما آدمیم، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، لگم فروش دزد و احمد.
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار چه میان آدمیت، و چه فرق منه بین دیوار و منه؟ ما آدمیم، احساسات داریم، احساس مسئولیت میکنیم. و خمینی و اسلام و شیعه‌گری اومد احساس مسئولیت رو از ما گرفت که ما نسبت به همنوع خودمون احساس مسئولیت نکنیم، برای همین مثل سگ و گربه افتادیم به جون هم دیگه. برای همینه که مملکتی که احساس مسئولیت نمیکنه سر سگ میزنی ازش خائن میاد بیرون، میشه ایرج سعلعی، میشه بشیر بشکه، میشه سعید گاومیش، چسبهانی، میشه حسن بیلی، میشه فتولاد شیرهی، میشه این ارازل اوباش که جوون مملکت و سعید حجاریان بفرسته خارج از کشور بیاد برای حزب ایرانوین بزنه. بعد وقتی تو دک و پوزشون میزنیم صدای نالهشون میره بالا، ای اینا فهمیدن، آره نفهم جد آباد تنرش آشغال. اون موقعی که تو گالیش تو پاد بود من تو هیلتون بودم آشغال. خب بنابراین حس مسئولیتی که شما دارید میکنید دمتون گرم، آفری. همین پیامی که شما اینجا پخش میکنید من 10 متر میره رو قدم. این پیامای شماست که منو با قدرت میاد اینجا مینشونه. این پولی که شما میدین 50 تا 100 تا، آقا من عوض شدم، همین امشب بیاد دوتا از بچه ها عوض شدن، امیر یورچی عوض شد به نام شعبانو، ملت شعبانو فرای پهلوی، این دوتا عوض من بخوام افتخار میکنم، دمت گرم. امشب 2 نفر دیگه عوض شدن. خب این بده بستونه عاطفی روحی باعث میشه که انسان قوی بشه. الان آقای آریان وطن خود چهرهش کمی باز شد، دید تنها نیست، دید بچه ها دارن زحمت میکشن، بچه های ایران آریه زحمت. سام آقا بیا جای من شما برنامه بذار، بانو مرجانی روحانی، بانو پرستو اصلانی، مریض سرمای شدید خورده اما میتونست بگه آقا خب اصلا چیزی نگه، خب بازپخش برنامه شو میذاشتن. سریع هماهنگ کردن با آقای وطنخواه، بانو مرجانی روحانی هماهنگ شدن، تو بیا برنامه بذار. یعنی هر کی گوشی یه گوشه کارو گرفت، نذاریم خونمون تعطیل بشه. اینجا فقط خونه آقای وطنخواه نیست، خونه من نیست، خونه آقای سیاوش نیست، اینجا خونه هممونه، اینجا خونه شماست که دارین پیام میفرستی. جوونی که الان اینجوری تلفن دستشو گذاشته اون روبرو، عکس منوشو گذاشته اون روبرو، داره برنامه میبینه، این خونه اونم هست، این خونه ناهید هم هست، این خونه این محسن از انگلیس هم هست، این خونه همه شماست، این خونه بچه‌هایی که در نقاشی میکشن، این خونمونه بابا، خونمونه. من الکیه، من واسم تو آقا کرایش نداریم بدیم، الان میام صابخونه میاد چیزی میریزه بیرون، پس عمو کو، پس دایی کو، پس عمه کو، پس خاله کو، پس مامان بزرگ و با بزرگ کوشم، پس رفیقا کوشم، پس این همه آدمی که پدر من اینجا سفره مینداخت میشستیم تا میادیم اینا، به 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 چه بوی قرمه سبزی داره تا سر کوچه میاد. خب این همه قرمه سبزی و مرغ و اینا اومدیم کوف کردیم، خب الان پدر من به هر دلیلی ورشکست شده، الان پول نداری ما کرای خونه بدیم، من و پدرم و مادرم و خواهرم و برادرم باید بریم تو خیابون زندگی کنی؟ خب کمک کنید زیر بالا پر پدر منو بگیری تا پدر من دو مرتبه جون بگیره بتونیم برگردیم به حالت عادی. خب همینه، خمینی اومد اینا رو از ما گرفت که امروز همسایه طبقه پایینی با همسایه طبقه بالایی یواش بریم یواش بریم. این مسی که شبو مرد میبره میاره، قارونم راه میبره میاره، بوتریاک میاد، چیزی نگیم، این آنتنه، این حرفا کدومه؟ چرا به این روز افتادید؟ چرا به این درجه از حقارت ما رسیدیم؟ چرا اینقدر نسبت به هم بیگانه شدیم؟ ما همون ملتی هستیم که توی محل یکی میخواست عروسی بکنه، بزرگای محل جمع میشدن، میشناختن، میگفتن خب فرض مالی اونطوری ندارن، اون میگه آقا یخچال شما هم میخرم، اون گاز شما هم میخرم، اون یه تیکه فرش شما هم میدن، دختره با آبرو خونه میرفت بیرون، یه جزیه با خودش میورد بیرون. ما رفیقامو خواستن عروسی کنن، ماشین می آوردیم، خودمون می بردیم، می شستیم، گل می زدیم، که مثلا به رفیقامو نمیده به پول گل بده، من خودم 10 بار برای رفیقام این کارو کردم، به روح پدر مادرم. پدرم نمایشگاه داشت، ماشین داشت اونجا 4-5 تا، هم دارم مثلا گفت مثلا میخوام کاری بخونم، مثلا خانواده عروس مثلا بنز بازش می آوردم، می شستیم تمیزی، یعنی گل می زدیم، رفیقامو می بردیم سلمونی، همون بگو بخند. خب یه گوشه کارو بگیریم، رفیقم داره عروسی میگه، رفیقمونه یه باهاش امجدی رفتیم، آریامه رفتیم، عشق و حال کردیم، عرق خوردیم، با هم گریه کردیم، با هم خندیدیم، کلی خاطره داریم توی محل، یه شب عروسیش باید بهش حال بدیم. اینا رو از ما گرفتن، معرفت رو از ما گرفتن، که به این روز بیافتیم که از کجا شروع میشه؟ از همونی که رفت پشت طالاقانی بیناموس وایساد نماز خون، بعد تا چشمتون کور بشه، تا دندتون نه تا
تک تکتون رو به حسابتون رسید خمینی. روزی که هیتلر مملکت آلمان رو اشغال کرد، یعنی شد صدر اعظم آلمان، شد دیگه رئیس مملکت، شد فوقا پیشوا، شد رهبر، شد دیگه بهش میگفتن بوندسکانسلر، بهش میگفتن فوقا رهبر. او اولین کاری که کرد رفت یهودی‌ها رو یهودی ستیز کرد، همین ملت آلمان پشتش وایساد. با آره دمه گم یهودی‌ها خیلی اخر، خیلی بدن، همه جا مغازه دارن، اقتصاد مملکت خراب کردن، چه یهودی‌ها رو از دم تیغ گذرون. بعد رفت سراغ کمونیستا. کمونیستا دم تیغ گذرون، همون آره این کمونیستا چی اینا همشون جاسوسای شوروی ان و فلانن و الو بلو اینا، اینا کمونیستا. بعد رفت سراغ ناسیونالیستا. ناسیونالیستایی که این به خودش میگفت ناسیونالیست ولی دروغ میگفت، رفت به سمت کسایی که واقعا میهن پرست بودن، میگفتن خب چرا یهودی کشی میکنی، چرا کمونیست کشی میکنی، رفت به سمت اونا، دخل اونا رو هم در آورد، گفتن آره اینا مثل ما نیستن، اینا درستن که میگن من ناسیونالیستیم، ولی میگن ما باید با فرانسه، با انگلیس، با این فلان اونا رابطه داشته باشیم، نه نشاط ما نشاط برتر از نشاط ژرمن، یابو برشون داشته بود آلمانیا. اوکی، وقتی همه رو کش، بعد همه اینا رو که میرفت اینا رو سر به نیست کنه، مثلا یهودی ها، کمونیست ها فلان، اینا میرفتن به کلیسا پناهنده میشدن، کلیسا در کلیسا رو میبست، همین بلی در کلیسا رو میبست، اسقف اعظمشون، همون آیت الله عظماشون در کلیسا رو میبست، نه آقا به ما کمک کن، نه چه کمک، کلیسا وارد مسائل سیاسی نمیشه. یک روزی مامورین اس اس میرن دم کلیسای معروف چیز برلین، تق تق در بزرگو میزنن، در که وا میشه اون آیت الله عظماشون میاد بیرون، اسقف اعظمشون میاد بیرون، ای 4 5 تا ماشین واسه این چیزای اس اس هم اومدن، یعنی کسی اونو میدید میفهمید تموم کاره. رفت گره ادا چه خبره اینا، گفتم با کمال احترام بفهمیشین تو ماشین، چرا پیشوا دستور داده با شما کار داریم، با شما کار داریم یعنی رین تن درزم در این کلیسا رو ببندید، اون لاکومورش کرد تموم شد. خود همون یارو اسقف اعظم چی گفت؟ گفت اون روزی که همه رو کشتید اومد دم خونه من، دم همین کلیسیا، من در رو بستم، باید میفهمیدم که یه روزی نوبت من میشه. کمپوزیسیون، باید میفهمیدید روزی که ملت ایرانو داشتن سلاخه میکنن، حزب مسروقه قلابی فلون فلون شده، های کسافه. من اینا رو به مجاهدین نمیگم، به تروریست های مجاهد ها. من نه با تروریست مجاهد کار دارم، نه با کمونیست کار دارم، نه با توده کار دارم. اونا کار خودشونو کردن، اونا ترک موزن تو مملکت. شما بی پدر و مادرهایی که همیان میگین که شاهزاده فرد داری تو جامعه ایرانی خودتونو مشروط خانشون میدی، که تا دیروز فوش میدادید به شاه مملکت، که یکی هست میگه من رهبرم، من نمیدونم وکیلم، این کیه، این چی میگه، حالا میریم بغل دستش وا میسین اون بالا بغل دست لیلا فروغه رو فلونی و فلونی. کسی که بنمایه میهن پرستی داشته باشه به پادشاه مملکت خودش به 2500 صحبت بسر علازه رضا شده اون برای اون نیست، به 2500 سال توهین نمیکنه، به 2500 سال نماد پادشاهی توهین نمیکنه. برای همین ما شماها رو نمیبخشیم، برای همینه که تایید دلمون دست شماها چرکینه. کسی که میره میشینه بغل دست بارزانی باش گفتگو میکنه، کسی که میره میشینه بغل دست اون تجزیه طلبهاشون گفتگو میکنه، تو نمیتونی بگی من محققم، من فقط یه خبرنگارم، تو غلط میکنی، به گور پدرت میخندی، لگم فروش دوست که میری با محمود مشن گفتگو میکنی، آقا ما با همه تو گوه میخوری، تو مردی که ما الان تو دعوایی، مگه الان در زمان شاهنشاه آریامهر علازه تشریف بیارن ایران مملکت عادی بشه، تو برو بشین توی تلویزیون یه اصلا یه کانال اصلا تمام تلویزیون ملی ایران مال تو، با هر کی میخوای برو گفتگو کن، شاه مملکت پدر من تو خونه است، با هر کی میخوای برو گفتگو کن، ما الان تو جنگیم، نبرد دعواست بزن بزن چاقو کشیه، نارنجک داره از اون اردوگاه میرنزه تو خونه ما، ما باید با نارنجک بزنیم تو خونه شون، دعوای بزن بزنه، بعد تو اومدی رفتی زیر قالب پوشش خبرنگار، من با همه گفتگو کن، تو به گور پدر میخندی، مردی که 2001 کلاش آشکار بی پدر و مادر دوزاری، برای همین 6 سال چپ و راست کشم تو دهنت فکتو خورد کردم، انقدر میزنمت که دیگه گوه زیادی نخوری، خودتون بچه باز خراسان بی ناموس، فلون فلون شده، مگه نمیشستین به ما میکنین لات چاقو کش، حالا ما آمدم بهتون کلاس لاتی گوشم تا بینم لات یعنی چی، شما لات جلو دور بینید، لات تو خیابون نیستید، شما لات ندیدید، که مثلا ایرش سالهی مثلا خیال میکنم من مجاهده ده خفه ببینید تن لشه آشقا تو باده کشیده من بنی. فلون فلون شده ها، اومدن ازتون غیرت رو گرفتن، شرافت رو ازتون گرفتن، معرفت رو گرفتن، ایرانی یعنی معرفت، ایرانی. من یه روز رفتم شب ژانویه بود، یکی از رفقام تصادف کرد توی سوئد اینا، خلاصه من مجبور بودم برم اون اومئو نمیدونم چیچیلو اینا، یخ که رودامونم یخ زد، برگشتم همین الانا بود، مثل الان الانا دسامبر اینا، ولی دیگه چیز شده بود
چی میگن رسیده بودیم به این چیز، همین 27 28 دسامبر خدا شاهد و گواه به روح پدر و مادرم، با قطار برگشتم که بیام چیز بیام آلمان. تازه چی، من پاس پناهندگی داشتم، من پاس آلمانی نداشتم. بعد اون موقع مثل الان نبود مرز نباشه و فلان، کنترل بود. بعد پاس آلمانی میاره پاس پناهندگی میده، اصلا پاس پناهندگی تابلو بود، یه پاس آبی پررنگ، دو تا خط مشکمو بالا بود. بعد اصلا یارو میدید میگفت این چیه، این خود چیزه، مثلا البغض الیهوره، این خود عربه. درسته اونجا نوشته اسم، نوشته تهران ایران فلان اینا، ولی این من اینه نمیشناسم. روش نزده یو اس او و جرمنی و فلان، زده روش بوندسرپوبلی دوچلن. این دوتا خطه چی اون بالا؟ این به درد در میاره. برحال وقتی که اومدم نشستم تو قطار، دیدم یه خانوم جوونی، خب پیش خودم گفتم این ترک اینا، برحال اونوریه ترک و عرب و اینا، اومد من رو این اینجا که نشستم، این نشست اونور، یه صندلی اونوری، یه بچه. ولی من میفهمیدم این ترس داره یه چیزی. منم به آلمانی بهش گفتم میتونم کمکتون کنم، دم اینطوری وایسا، یه ذرم عجق وجق انگلیسی ندید بدیدی نوجاوید شاهی بهش گفتم اینا، دیدم اونم عجق وجقی. یهو بچهش گفت ماما، تا گفت ماما، گفت ایرونیه این، گفت خواهم ایرونی هستین شما؟ گفت بله اینا. گفتم چیه، چی شده، اتفاقی افتاده؟ صد زیر گریه بودن، خواهم گریه نکن، چی شده؟ خلاصه صد اون درد نگیرم، این داشت قاچاق وارد آلمان میشد، که حالا شوهر بی‌معرفتش چه بلایی سرش آورده بود و شب بیرون کرده بود و اینا، هنوز پناهنده بودن و شوهرم الکلی و کتایز. حالا من کاری با اونش نداره، این خانوم هنوز زنده است و در آلمان داره زندگی میکنه. و گفتم اصلا نترسید خانوم، اصلا نترسید، همه چی درست میشه. به روح پدر و مادرم، من با چنان فیلمی، یعنی خودم هنوز موندم که من چجوری این فیلم اونجا بازی کردم. یاد این فیلم های چیز افتاده بودم، هیتلری بود یا رو مثلا قاچاقی میکننش تو توالت و فلان. یه چیزی رو خوشحال بودم از اینکه چون نزدیکای عیده اینا، الان این شافنر ها، شافنر یعنی این یارو که تو قطار را میره بلیط ها رو کنترل، چی میگه، مامور قطار، اینا الان شنگول پنگولن و فلان اینا. بعد من باشون میگم، میخندم، یه جوری بالاخره گفتیم 50-50 دیگه کاری بکن. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، مرد خدا نگرش داره، پیر مردی هم بود. عرض کنم حضور شما، بودم که ما گپ زدیم و الان داره عید میشه و حفه که تو داری کار میکنی. آره دیگه چی کار کنی، باید کار کرد و پاس رو گرفت و بلیط رو گرفت و فلان اینا. اونم بلیط داشت، بلیط رو گرفته بودن، گرفت و فلان. اصلا بر خدا بود، اصلا یارو اصلا کور شد این یارو، وقتی که این مرز رو رد کرد اومد این، که بعد پلیس آلمان اومد بالا و چه شد و بعد یه داستان، یعنی نمیتونم براتون تعریف کنم، تا اونجا نباشید نمیدونید من دارم، یعنی قلبم داشت اینطوری میزد، نه که با من کاری کنم، میخواستم اینا چیزی نشه. خلاصه آوردمشون آلمان، بردمشون و به هر حال برادرانه به روح پدر و مادرم براشون همه کاری هم کردم و خدا رو شکر، الان خدا رو شکر که دختر خانومش هم به مراحل خیلی بالایی رسید و چه و چه و چه. اینا میمونه، ما اینیم، ما همچین ملتی هستیم، ما باید انسان باشیم. فقط این نیست بیان بشیم اونجا حرف سیاسی بزنیم، بابا بین یارو بگین که این جوونا بدونن بابا آدم بشیم. چقدر چاخان پاخان، چقدر دروغ، چقدر پدر سوخته بازی. بعد اینا اومدن این معرفت رو از ما گرفتن، اینا اومدن این انسانیت از ما گرفتن، همش نشستن جلو دور. من سپاسگزارم، درود باشن، خفه بمیرید، یه مش چاخان پاخان، یه مش فلون فلون شده چاچول باز دروغگوی آشغال، خفه بمیرید همتون. آقا مهندس لطف محبت بفرمایید، اسامی رو گفتم. آره آقا مهندس، بریم تو شماره 5. بیا آخوندر اینا، با خودش داره اعتراف میکنه، بچه اسم اون گوش کنی، میگه بریزیم تو خیابون، شما 10,000 نفر بریم تو خیابون، ما سوراخ موشو باید بخریم. بچه زنگ بزنید، دمتون گرم. اگر 10,000 نفر این شهر، یعنی 1/10 این مردم شهر بریزم تو کوچه و خیابون، والله العظیم من امام جمعه نماینده فرماندار دنبال یه جایی میگردیم که فرار کنیم. اگر 10,000 نفر این شهر، یعنی 1/10 این مردم شهر بریزم تو کوچه و خیابون، والله العظیم من امام جمعه نماینده فرماندار
دنبال یه جایی می‌گردیم که فرار کنیم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی؟ خود مرکه آخونده دیدی؟ با ما اینا میدونن به شرف هم سوگن تو همین تهرون به خدا قسم 3 هفته نه بیشتر. من همیشه به تو اینو گفتم شما کارتون شده 6 روز و 7 روز انگار بازیتون گرفته. بابا 3 هفته بذارید پشت این جریان از تو همون میدون 24 رستوران تکلیف اینا روشن کنید. کسی نیستن اینا تا خرخره خودشون به پهنخوری افتادن. نه پاسدارا نه بسیجی ها نه هیچ کس دیگه به شما تیراندازی نمیکنه. هیچ کسی کاری به کار شما نده. خود اینا خودشون شما برسین تو خیابون اصلی بدن دست تو. مملکت فقط آخوند آخوندا فقط با سفارت انگلیس و روسیه مملکت نگه داشتن. از زیر پلی که این یارو مرکز جو فروشه داره به اینا مایه میرسونه کسی به اینا در خورد نمیکنه. کسی نیست اینوش روزخونه آشغال. فقط این بی پدر و مادرها اولین کاری که کردن با این مرتجعین با این مصدقی ها اینا یکی شدن مملکت بودن دستشون این همون که داستان هیتلر که بهتون گفتم. بعد یکی رفتن سراغ همینا. اول رفتن سراغ تروریست های مجاهد بعد رفتن سراغ کمونیست ها بعد رفتن سراغ توده ای ها بعد رفتن سراغ مصدقی ها بعدش هم افتادن دور ایران به اسم شورشی و به اسم تجزیه طلب و به اسم یارو معتاد و هروئین فروش و قاچاق فروش همه رو دم تیر گذروندن. هیچی ماسخور همه رو گرفتم بی‌ناموسای بی‌شرف. ما هم اشتباه کردیم از ایران اومدیم. الان من دارم میبینم بچه‌ای که از ایران اومدن اون روزای اول خیلی بچه‌های فعالی بودن. حالا بالا پرشون ریخته. اگه ما ایران مونده بودیم خشتک اینا می‌کشیم رو سرشون. ای بی‌ناموسا. ژیلا عزیز ما از انگلیس لطف کرد بانو ژیلای عزیز $50 دست درد نکنه. ژیلا خانم نمیدونم عضویانه اگر نه عضو بشو دست گلت درد نکنه از انگلیس. خیلی ازت سپاسگزارم. بانو گیتی هم مثل همیشه لطف کرد همرزم عزیز ما $30 اضافه داد دست گلت درد نکنه. بانو گیتی عزیز پیروز ایران ستام $50 یادم رفته عضویانه اگر هستی که دستت درد نکنه اگر نه عضو شو پیروز ایران ستا. خیلی ازت ممنونم. ایرج از باکو ای والله ایرج از باکو شهر خودمونه ها نگید پایتخت اون یارو دماغوفه. ایرج از باکوی آذربایجان خودمون $50 عضو تیم ملی شد ماهیانه دستت درد نکنه ایرج جان. خیلی ازت موزم موازم اون یارو دماغوف باش تا برگردیم بهش بگو شب پیاز نخور برمیگردیم. آقای مهندس بریم تو شماره 6. بله 2017 یا 2018 بود 4 حزبی که در مرکز همکاری احزاب کردستان بودن که در حال حاضر تبدیل به 2 حزب فقط کمله و دموکرات شدن در نروژ با نمایندگانی از جمهوری اسلامی دیدار داشتن. صحبت های زیادی از این دیدار نشد. میخوام از این دیدار بگید و آیا در حال حاضر به چنین دیدارهایی هستید؟ هر چیزی در زمان و مکان خودش باید بررسی بشه. بله چون این دیدارهایی بود. من متعهدم ما چون تعهد کردیم که در مورد جزئیاتش چیزی نگیم در این مورد ولی در این حد کلی قبلا گفته شده و من الان میتونم بگم که یه چنین نشستهایی وجود داشت. هر چیزی در زمان و مکان خودش باید بررسی بشه. بله چون این دیدارهایی بود. من متعهدم ما چون تعهد کردیم که در مورد جزئیاتش چیزی نگیم در این مورد ولی در این حد کلی قبلا گفته شده و من الان میتونم بگم که یه چنین نشستهایی وجود داشت. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدید مردیکه رو؟ چی این مردیکه رو میشونه بغل دست پادشاه مملکت؟ همین مسروق چیا همینا که به خودشون میگن شاهزاده فرمودن. شاه مملکت منو نوه رضا شاه بزرگ رو که خار مادر نداشته میرزا کوچک خان انگلی و بقیه اراذل اوباش و شیخ خزعل و به سلابه کشیدشون
فرزند خدایی که قاضی محمد بیناموس و سه جعفر پیشوری بیناموس و به سلابه کشیده، شما نوه اون مرد، فرزند اون مرد رو برمزین بغل از این تنه لش، به شرافت بشری سوگند. اگر این تو محل ما بود به شرافت بشری سوگند، مسجد محل ما آفتابه به دست این نمیده، به شرافت بشری سوگند. اینا نوکرن، مگه قاسم روشو نبود تو همین نوتی زدن چک و بکشو یکی کردن؟ با کی زد کشتش؟ وزارت اطلاعات. مردی که فلون فلون شده چرا با وزارت اطلاعات تلفنی صحبت میکنی و که بیان اونجا تو هتل بکشنه؟ که چی؟ آخوند قیمت اینا رو میدونه، آخوند قیمت اینا رو میدونه، چی کار میکنه؟ وعده وعید. به چی میگه؟ کردستان رو ما یه مقداری به شما اونجا آزادی میدیم، حالت خودمختاری اینا دیگه، شما اصلا رو بذارید زمین. آره ولی این گفتگوها که نمیشه اینطوری، ما قراردادی با هم ببندیم، ماچ‌کوسی با هم بکنیم. کجا هم دیگه رو ببینی؟ همین تیر دو قلو، قلوی اول نه قلوی دوم. باشه باشه، میاد اونجا پخ کردی خوشمزه بود، هر دو تا تیر دو قلو دید و چجوری فرو کرد؟ تا چشمت کور بشه، فلون فلون شده تا دندتون. نه کسی که نوکره آخر، ببینید یه حرفی الان بهتون میزنم، اینو داشته باشید، اینو قشنگ گوش کنید، اگر غیر از این نشد این خط، اینم با خطش امکان نداره خط نشونای رضا احمدی چرت و پرت کار در بیاد. یادتون نره امشب من چی بهتون گفتم؟ ما یکی دو شب دیگه مونده به پایان سال 2020، تمام این مهره هایی که میبینید، علی تجزیه، معتادی، معصوم قومی، دارم اسم میارم، حامد کیسه کش، او یارو امید بچه پاسداره نادان، این یارو، اینو گفتم، آره معتادی و این یارو علی تجزیه و معصوم قومی و حامد کیسه کش و حالا تا بقیه هم یادم بیا، اینا که فعلا دم دست. آها آها، این یارو چوز شیفته. تک به تک اینا رو ببینید، اربابان یکی بعد از دیگری، یکی با حادثه رانندگی، یکی رو بالکن افتاد پایین، یکی شب عرق خورد و تلق سکته کرد، یکی بهش یه چیزی فرو رفت، یکی افتاد تو وان حموم یهو شامپو رفت بهش. ببینید چجوری اینا از صفحه روزگار فایل بشن که خودی ای این ما ای اون ما دیدی دیگه، تو همین هالیوود و چوسی وود و اینا مگه ندیدی؟ یارو زنه بود، چی بود؟ بادیگارد بود، چی بود بازی کرد؟ دیدی که زنی که تو وان دراز کش کرد؟ الویس خودمان، همین الویس کار خودمان، همین که نبش دندان اینجاش تلاست، دیدی که چی کارش کردن؟ یارو باد کرد. مایکل بسکن خودمان، همون که میگفت مایکل اینجوری میکرد اینا، یادتون میاد؟ یارو اصلا چی شو برنش کلان داری؟ نوکر نشید بدبختا. ایرش سلی، آخر عاقبت نوکری اینه که بری بشینی بغل دست این بدبخت بشکه، این سعی خوبچه، نشید نوکر، نشید نوکر ملتتون بشید، بذارید محبوب دل مردم باشید. بابا اسم من یه روزی یکی آورد بگن خدا رحمت کنه پدر و مادر تو، رضا احمدی دمت گرم، من هیچی از ملت ایران نمیخوام، من از ملت مدال میخوام، نم به من بگین جنرال، من نه جنرالم نه دکترم نه باسوادم نه استادم، من هیچی نیستم، به خدا هیچی نیستم، من مخلص تک به تک، من نوکر تک به تک ملت ایرانم، کوچیکتونم، هیچی هم ازتون نمیخوام، نه لقب میخوام نه پول میخوام نه نون میخوام نه ماشین میخوام، نه من هیچی ازتون نمیخوام، فقط به حرفان گوش کنید، همین، فقط مخلص پادشاهتون باشین، چاکر پادشاهتون باشین، اگر میخواید نوکر بشین، نوکر شاهتون بشین، چون یعنی کسی که میگه من مخلص شاهم، مخلص مملکتم، نوکر مملکتم، یعنی در اصل مخلص خودمم، نوکر خودمم، چاکر خودمم. هیچ ایرانی حق نداره نوکر و چاکر و مخلص بشه، ما هممون باید نوکر و مخلص و چاکر مملکتمون باشیم، همینو بس، هیچ فرمول سنگینی هم نیست، هممون فقط باید عاشق ایران باشیم، عاشق پادشاهمون و سلام، موضوع به همین سادگی، هیچی دیگه نیست. من آزار دارم من بشم نوکر انگلیس، انگلیس الکی نمیاد به من پول بده، انگلیس الکی نمیاد ما رویز رویز بندازه زیر پای من، الکی برای من سه تا شماره حساب وا نمیکنه، دلار با بیل دلار بریزه تو حساب من، اون با من کار داره، اون یه روزی منو مثل یه کبریت از اون قوطی میکشه بیرون، میگه حالا بیا جلو دوربین بگو، یه نفر اومده میگه من وکیل مردمم، این کیه؟ این چی؟ تموم شد رضا احمدی، باطل شدی بین ملت ایران. علی پروین خدا بود برای من، دارم بهتون با صراحت، خدا بود
من اولین باری که دیدمش تو زمین باش بازی کرد بازی کنم عشق جمع شد تو چشم گریه کردم من خوشحال بودم علی آقا علی آقا دارم بهتون میگم با افتخار باش عکس گرفتم افتخار کردم با این تو زمین بازی کردم تنها افتخار و ورزش این بود دیدی چی شد علی پروین رفت تموم شد پروین تموم شد کاره سلطان علی پروین محبوب دل ملت تموم شد بازی کنی که 100,000 نفر به عشق تو میومدن صلوات واسط میدادن پرویز قلیچخانی بیا ببین به چه روزی افتاده میاد آلزایمر گرفته خودش هم دیگه نمیشناسه اسم ناصر حجازی موند اسم همایون بهزادی موند اسم جعفر کاشانی موند پرویز دهداری مهراب شاهرخی اسم این بزرگان موند و میمونه چرا اسم حمید جاسمیان موند اینا اساتید بزرگای ما چون اینا با ملت بزرگ شدن پشت به ملت نکردن نشدن حسین کلانی حالا هی بیا برو اونجا نطق بکن تو رفتی به قلعه پسر نوه خمینی تموم شد حسین کلانی تموم شد آبروی چکه عرقه از رو جبینت افتاد دیگه نمیتونی جمعش کنی محبوب دل مردم باشی چرا ملت رضا پهلوی وارث تاج و تخت میزن رو سرشون حلوا حلوا میکنه چون محبوب دل مردمه مگه الان اعلیحضرت اومده در خونه من در خونه ملت اینا تخت ازن بیا 100,000 دلار برای تو 1 میلیون برای تو 6 مگه اعلیحضرت اومده به تلویزیون ایران آریه یه سنت کمک کرده چرا واسش یقه درانی میکنید چون محبوب دلمونه چون عاشقشیم خیلی راحت کسی این عشقو نمیفهمه خود نفهمه اون نفهمه دنیا بره بله زو کجا بودیم؟ آسو ژیلای عزیز انگلیس عضو تیم ملیه که 50 تا هم لطف کرد. دستت درد نکنه ژیلا جان خیلی ازت ممنونم. با پیروز ایران ستام عضو تیم ملیه که 50 تا داد دستت درد نکنه پیروز عزیز خیلی ازت ممنونم. درود به شرف و معرفتت. آقا فرهاد گلم از انگلیس 35 دلار الان لطف کرد. دستت درد نکنه فرهاد جان از انگلیس خیلی ازت ممنونم. بانو مینا از میناپولیس هم لطف کرد 30 دلار. دستت درد نکنه بانو مینای عزیز خیلی ازت سپاسگزارم. آقای کاشانی از پاریس عضو تیم ملی شد 50 دلار ماهیانه درود به شرف آقای کاشانی عزیز از پاریس 50 دلار خیلی ممنون که فرمودن اجازه نخواهیم داد چپ و توده‌ای و کمونیست و همین کسافتا که تو همون پاریس قدم میزنن نرخ فروشا اجازه نخواهیم داد ایران بگیرن ایران شانشاییه درود به شرف آقای کاشانی دمت گرم خیلی ازت ممنونم آقا مهندس برین تو شماره 7 نگاه کنید اتحاد سرخ و سیاه اتحاد شوم و نامقدس سرخ و سیاه ببین چه بلایی سرمون آورده زیرنویس داره گوش کنی عربی داره حرف میزنه عربه روحو بصراحة ایران بنستورد الغاز منين من ایران ایران عندها مشكله بالكهرباء والغاز وهي على مستوى القيادات العليا في البلد تواجه اشكاليه في تجهيز العراق بالغاز اولا هم يجهزون لنا غاز وفلوسهم ما يسلموها وصل للرقم 11 مليار يورو اي نحن مدينون لايران اي يعني احنا لا ما مديونين احنا مسددين كحكومه لكن وين نسدد بالحساب مالهم اللي موجود في TBI لكن هذا الحساب بسبب العقوبات ما يقدر يحول للخزينه الايرانيه فهم يعني المشكله حتى يجهزون لنا بالغاز مو عايشين على هذا الغاز المستورد بالعكس هم بحكم العلاقه وتعرف طبيعه العلاقه بين العراق وايران يعني ما معقوله اكو غاز يوقفوه وتداعياتها مجتمعيه سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی دیدی خانم آقایون ملت ایران باید سگ لرزه بزنه تو زمستون جوان ایرانی باید بره تو قبر بخوابه بره تو جوب بخوابه ملت به بدبختی و به آشغالخوری بیفته گاز مملکت ما مف بره عراق عراقی که 8 سال دیدی چه بلای سر ایرانی آوردن اسیرای ایرانی رو چه جوری میزدن فیلماش هست ما اسیر از عراق میگرفتیم بهشون چلو کباب میدادیم بابا اینا عربن برادر میگفتن برادران عرب برادران عرب بعد زنای چیزا که به قول خودشون شهید میشدن تو جبهه ها زنای اونا رو میدادن به یه عربا میگفتن اینجا اینا چیزن اسیرن باید به ششان حالم بدیم چیزه یعنی آخوندا رسما عماماشون گشته بالاتر چون کارشون اینه بابا اینا کارشون فقط صیغه کردن و صیغه دادن و اینا اصلا کارشون دادن اون چیزاست امام وارده علی شیری درست میگه اینا فرمودن بله
خوش مفعوله، خودش این کاره است. تو بنا کن خانه فیل توش بره، خودش وارده، شعرش خودش وارده. من که بانو منیر آقا خسروی گل از تورنتو همرزمان عزیز ما، $100 خیلی ازتون سپاسگزارم هر دو عزیز میهن. سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم $40 از سارا و کوروش عزیزم سپاسگزارم. آها مهندس، چون وقتمون کمه بریم تو شماره 10. دیدید گاز کجا داره میره؟ دیدید این یه قلم کوچیکه شما. قطر 44 سال شیلنگو کرده تو جزیره فارسی داره میکشه میبره، بس ارواح ننش داره جام جهانی را میندازه. خب این دیدی، حالا نگاه کن اینو، حالا اینو نگاه کن، اون گازه این از توش میاد بیرون. آقا مهندس بریم تو شماره 10. با 200,000 تومان سال 92 چه اجناسی میتونستیم تهیه کنیم؟ 10 کیلو برنج 35,000 تومان، 3 کیلو گوشت قرمز 50,000 تومان، 4 کیلو گوشت مرغ 20,000 تومان، 1 بسته چای 10,000 تومان، 2 بسته پنیر 10,000 تومان، 1 قند 5 کیلویی 10,000 تومانی، 5 کیلو روغن 12,000 تومان، 10,000 تومان رب 2 بسته ماست 5,000 تومان، 5 کیلو حبوبات 25,000 تومان و 2 شونه تخم مرغ 20,000 تومان. از خواب بیدار میشیم و این 200,000 تومان میشه 300 گرم گوشت و این سفره تبدیل به یه تیکه گوشت میگه. چی شد تو این 10 سال ما از کجا رسیدیم به کجا؟ شما عزیزان به ما بگید. آه چی شد؟ هیچی، آبش کشتن چلو شد. زمان شانشه آریابر میگفتن قیمت مسکن پایین آمد، کرایه خانه پایین آمد، مزد بدیم بچه ها بخورن، تغذیه رایگان بدیم بخورن، حقوق پاسبان ها رفت بالا، حقوق ارتشی رفت بالا، حقوق کارمندای بانک رفت بالا، حقوق معلم رفت بالا، کارگر سود سهام ما هی داشتیم میرفتیم بالا. فرقه تبهکاران به دستور آمریکا و انگلیس گفت نه این خیلی داره میره بالا، نفسشان میگیره، بیارنشون پایین. کی حمایت کرد که ما رو از اون پله ترقی بیارن پایین؟ مصدقی ها ایران برباده. تخم و ترکش میشه چی؟ میشه کمپوزیسیون خارج از کشور. از توش کی میاد بیرون؟ معتادی، علی تجزیه، ایرج سالی، لگن فروش دوست، بشیر بشکه، آخوندی، همین ارازل اوباش. فوشش کی میخوره؟ میهن پرستان. کم و کسرم که میارن وزارت اطلاعات از بیرون نفر بفرست، مونس نفر بعد، دفتر تحکیم، فرشگر، ایران نوین، بریم بالا، بیاین پایین، کم آوردین، خواننده بفرستین، هنرپیشه بفرستین، این یارو پسره رو بفرستین، اینجا بهجوری داره میخونه، نگاه کن چه کنسرت بزرگی میندازه، هم دانش داره، هم پژوهشش خیلی گود مورنینگ یسترده آیم تیبل داره، تولد میخواد بگیره، خیلی بهجوریه، ناپاکی هم نیست، خیلی باحاله. آره اون یکی رو بفرستیم. حالا بگین چیز بیاد، بگین اون یارو چیه، پرستویی بیاد، اون بیاد، اون که مارمولک بازی کرده. بعد کی میره اونو اونجا میشینه میبینه منفجرزاده. خب بابا ببین چند هزار نفر ریخ من اوما. کی داره لو میده؟ من. چشمتون کورشه، دندتون نه. آقای مهندس حالا اینه بگم که بدونید کار، حالا متوجه بشید که چرا میان وقتی با شاهمون دارن گفتگو میکنن دیگه به اعلی حضرت میگن اعلی حضرت، فرزند پادشاه ایران، ولی عهد ایران. این القابی که الان تو این یه سال دارن میدن، این مال اون پرچمای شیر و خورشید تو برلین و بروکسل، و این مال اون بزن بزنی که شما با بانده بشیر بشکه داشتین و با بانده این ارازل و اوباش و معصوم قومی و حامد کیسه کش. خب اینو بهتون نشون میدم که یادتون نره، انسان فراموشی سری داره، یادتون نره که با شاهمون داشتن حرف میزدن. چجوری حرف میزدن؟ حرف نمیزدن، شاه مملکت منو دوتا لجن داشتن محاکمه میکردن. انقدر ایستادیم که گفتیم غلط میکنید با شاه ما اینطوری حرف بزنید. پس ما ملت میتونیم، مگه نتونستید؟ مگه سنگر قرار نبود تعطیل بشه؟ شما نگرش داشتید. پس خواستن توانستنه. ما ملت میتونیم و چون میتونیم این کارو میکنیم و ما پیروز میشیم. شک نکنید آقای مهندس، دست گلت درد نکنه، هر دوشو نشون بده آقای مهندس، 11 و 12 رو، دست گلت درد نکنه، نگاه کنید. مردم ایران نوع نظام آینده رو نظام سلطنت مشروطه دوباره اصلا ربطی به این بحث نداره.
اگه بخواید شما من از این سوال سوال منه که شما چقدر امیدوار، خب به هر حال شما برای من مهم نیست، شما با این ظرفیت وارد برای من این جریان شدید. اصلا شکل نظام برای من مهم نیست، محتوای نظام همیشه شما براتون مهم نیست که آینده نظام سلطنتی باشه یا جمهوری دموکراتیک باشه. باشه حالا چه جمهوری چه مشروطه است، اون تصمیم مردم شما چی میشه؟ شما یعنی تو این وسط برفرض که مردم رأی ندادن به نظام سلطنتی، شهروند من هستم، یه رای برای خدمت شما میگین که من میخوام مدافع و وکیل مردم باشم، به چه شکلی میخواین این به اصطلاح وکالت مردم رو اجرا بکنین؟ اگر که اونو اون موقع بهش میرسم فکر کنم که کجا میتونم موثر باشم، الان میدونم در چی میتونم موثر باشم. یعنی الان قطعاً شما میتونین بگین تمام این تلاش ها برای این که فراهم کردن شرایط در ایران باشه که احیانا شما ممکنه فکر بکنین مردم رأی بدن به بازگشت نظام سلطنتی به ایران. ببین شما این... دارین 4 قدم بعدو مطرح میکنید، من الان دارم میگم ملت ایران. من سوالم اینه که هدف فعلی شما این هست یا نیست؟ من دارم سعی میکنم جواب بدم. پاش بگم ببینید تمام حرف اینجاست، آیا مردم ایران در حال حاضر حق انتخاب آزادانه برای تعیین سرنوشت خودشون رو دارن یا آریس یا نه؟ جواب جواب نست. برای اینکه به این حق برسن شرایطی باز فراهم بشه. هدف من و با همکاری با هر نیرویی که امروز میتونه در قالب این شورا معرف یه راهکاری باشه و یه استراتژی و یک کمپین برای رسیدن به اون شرایط، این هست که به اون شرایط برسیم. نه وکالتی از طرف مردم ایران ما داریم، نه ادعای نمایندگی مردم رو میکنیم. تنها اینو میگیم اون روزی که شرایط انتخابات آزاد شد کار تحویل داده میشه به نمایندگان منتخب مردم که قاعدتا در یک مجلس مؤسسانی بایستی تصمیم گیری های در رابطه با تعیین آینده کشور، قانون اساسی، شکل نظام، همین چیزها رو در اختیار یک انتخاب آزاد مردم بگذارن. گفتید که اون 28 درصدی که در حقیقت واجد شرایط رای دهی بودند و در ایران رای ندادند کسانی هستند که یک روش آگاهانه رو در حقیقت انتخاب کردند، نه گفتند، دست رد بر سینه حاکمیت زدند. چقدر از نظر شما همه این افراد افرادی هستند که به حرف شما گوش داده باشند؟ شما اشاره کردید که از نظر شما مشارکت در مثلا فعالیت سیاسی نظیر انتخابات فایده ای نداره. خب این انتخابات انتخاباتی است که نتیجهش رو خیلی ها پیش بینی نمی کردند. فکر نمی کنید که شاید از جهتی نشون داد که ارزیابی شما ارزیابی درستی نبوده؟ شازده شما نباید اینم از نظر دور داشته باشین که مثلا در آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی مشارکت حتی کمتر از اینه. در بهترین دموکراسی هایی که از اونها تحت عنوان دموکراسی های الگو یاد میشه گاهی وقتا مشارکت 30% و 40% دولتی تشکیل میشه که دموکراتیک هم خونده میشه. سوال مشخص من در ابتدا از شما این بود که این افرادی که شرکت نکردند از نظر شما تا چه اندازه اینها آگاهانه حرکتی رو انتخاب کردند که از که شما از اون تعبیر به نی به حاکمیت کردید؟ در خیلی از کشورها در بعضی از کشورها اجازه بدید حرفم رو تمام کنم. در بعضی از کشورها داریم که مردم مجبورن رأی بدن، اگر رأی ندن غیر قانونیه. مطالباتی که شما بهشون اشاره میکنید در بیانیه‌های متعدد شما هم بر روشون تاکید شده، میتونه از چند راه خیلی ساده برآورده بشه، یا مشارکت در مثلا پروسه‌های سیاسی مثل انتخابات، یا اینکه رفتن به سمت نافرمانی و حرکت‌های رادیکال. اگر این سازوکار انتخاباتی رو اونطور که گفتید قبول ندارید، باید به سمت حرکت‌های رادیکال رفت. شما بزن از ایران بیرون که بیان حزب بزنن، گروه بزنن، سازمان بزنن، اندیشکده داریوش، اندیشکده کوروش، پژوهشگر، چیزگر، گرگرگر، گرگرفتم که همه تونو منحرف کنن. من اینجا اومدم نشستم این اون چوبه هست وسط چادر میزنی، من شدم اون چوبه وسط چادر که نظرم این چادر میفته و اینا فهمیدن برای همین همه نوک حمله به طرف من و ایران آریاییه. وای میسم جلوتون، ما شاهمونو به ایران بر میگردونیم، ما نمیذاریم اعلیحضرت بشه یه پلی که روش عبور کنی، ما 400 تا مثل شما رو میبریم سر چشمه پس گرنیه میتونیم تشنه میاریمتون. ایرش سهله ای تو اگر راه روی مرگ یه بار رد شدی، من تو خارج از کشور 37 سال از راه روی مرگ رد شدم، مرده و زنده تونو میاریم جلو چشاتون، تن لجای آشخار زو اسامی رو میگم حضورتون مرخص بشیم. با سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی و سام عزیز خیلی ازت سپاسگزارم که
برنامه رو لود کردی، اجازه دادی من به جای شما امشب بیام و شما هم که شنبه خودت برنامه داری. و بعدش هم یه ترانه زیباست از شاهرخ عزیز. وقت نمیرسه، خیلی خوب میذاریم واسه بعد. اسامیر بگیم از حضورتون مرخص بشیم. آقای محسن عزیز از انگلیس، 90 دلار سپاس از شما. آقا محسن گل، امیر یورچی 20 دلار عضو تیم ملی شد ماهیانه، سپاس از شما. به نام اولیازا شعبانو فرای پهلوی عضو تیم ملی 50 دلار سپاس از شما. ناهید کیومرز هم رزم عزیز و هنرمند از ما آلمان 53 دلار سپاس از شما. آقا مسعود از مونترال 50 دلار سپاس از آقا مسعود گل. ایرج عزیز ما از باکو عضو تیم ملی شد 50 دلار سپاس از شما. پیروز ایران ستا 50 دلار سپاس از شما اضافه داده. بانو گیتی هم 30 دلار اضافه لطف کردن، سپاس از شما. ژیلای عزیزم اضافه، انگلیس 50 دلار، دست گلش درد نکنه. آقا فراد گلم از انگلیس 35 دلار، سپاس از فراد عزیز. بانو مینا از مینیاپولیس 30 دلار، سپاس از شما بانو مینای عزیز. آقای کاشانی گل ما هم از پاریس عضو تیم ملی شد 50 دلار، دستش درد نکنه. بانو منیر و آقا خسروی گلم از تورنتو 100 دلار. سارا و کوروش نوید و بزرگوارم 40 دلار. خیلی از همتون ممنونم. تا فردا آدینه که در خدمتتون خواهیم بود. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. پاینده باد ایران. جاوید شاه.